خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز چند خبر خوب براتون دارم. یکی اینکه جمعه است، بهترین خبر. دوم اینکه برنامه خودم رو یک ساعت زودتر شروع کردم که دقایقی با شما باشیم، چون گله کردید که سربی با مردم چی شد. بفرمایید این سربی، اینم مردم، مردم قیوب، مردم برانداز. اوکی. و اما در ساعت دوم که ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک میشه و ساعت 8 شب به وقت پاریس زیبا، با خانم دکتر بهیه جیلانی خواهیم بود تا ایشون درباره مواردی که دوست دارن، ماجراهای ایران، 40 سال انقلاب، ماجراهای پاریس، پاریس چی شد، اون جنبش جلیق زردها، فکر کنم اونها معلوم شد پارچهشون از خارج اومده، یادتونه اون حرکت سبز ایران، رفتن دنبال آقا این همه پارچه سبز تو بازار از کجا اومده و اینها. خلاصه میگه امشب یک خبر نو در مورد تبرزدی دارم، منتظر هستین خانم، با شما خواهیم بود. و این ماجرای کشورها و اینکه یه مقداری حالت آنارشیست و فاشیست و همه چی قاطیه دیگه، آدم نمیدونه چیه، نجات پرستی و اینها. و بعد معلوم میشه که اینها به تحریک کشورهای دیگه هستن. مثلا الان ونزوئلا گور پدر این آقای دیکتاتور هرچی تقلب در فلان، ولی عملا دارن دخالت میکنن، عملا دارن برزیل این ورشه، کولومبیا اون ورشه، دارن براشون چی میفرستن که بیا ما بهتون خوراک میدیم، شما برید این مرده رو کله پا کنید. و این دخالت مستقیمه، اصلا طبق قانون اساسی هر کشوری، طبق قانون اون یونایتد نیشن و اینها، دخالت در امور کشورهای دیگه به اصطلاح من شده و یک کار ناپسندی هست. ولی چه میشه کرد، قدرت دارن، زور میگن و زورشون هم باعث میشه هی پولدار بشن، هی بیشتر قدرت به دست بیارن. و این دایره مینا که نیست، دایره مینا یه چیز خوبی، این دایره ظلم و ستم همین جوری داره میچرخه و ظلم میکنه. و اما بله، دیدم که آقای شهرام و همایون با شیو و شور و حال و هیجان آمده بود، آدم جالبیه، هر وقت فکر میکنه یه پولی از یه جایی میاد فوری زنگ میزنه به این رضا پولوی، میارتش رو خط و صحبت میکنه و اینها. بعدم وقتی میبینه بهش پولی ندادن عصبانی میشه و پرخاش میکنه. البته خب پولی هم بهش میدن گهگاه، این بر اون بر، برید بنویسید شهرام همایون درباره مجاهدین چی گفته، بعد درباره خوبی مجاهدین چی میگه، هی به اونا فوش میده، به من در نیفتینا و پدرتون اینجوری میکنم و فلان و بیسار اینا. همچین که پولش دادن دهنش بسته شد، تبلیغ میکنه براشون، میگه اینها هم یک نیروی برانداز هستن. خلاصه من که دلم برای شما مردم ایران میسوزه، شما چی؟ حالا چرا دلم برای شما میسوزه، دلم برای خودم نمیسوزه؟ من ایران رو بوسیدم، گذاشتم کنار، درست این قرآن ها بود، مادر بزرگمون میبوسید میزشون بالا، یه پارچم میزاش روش که خاک نگیره، هیچ کم حق نداشت بهش دست بزنه. یکی از ما هم نپرسید خب این قرآنه برای چی اون بالای تاخچه هست، و همون گذاشتیم بالای تاخچه، دست بهش نزدیم، به این روز افتادیم. رهبرا رو هم بوت میکنیم میذاریم بالای تاخچه، یکیش رو تخت، یکیش رو نمیدونم صندلی پادشاهی، یکیش رو منبر، به اونا هم دست نمیزنیم، اینا مقدسن، یکیش باباش سیده نمیدونم فلانه، یکیش باباش رضا شاه، یکی باباش محمد رضا شاه. این مقدس کردن اینها پدر ملت رو در آورده. و آخرین بار من سال 2005 که رفتم ایران گفتم نه خیر، این ایران برای خودتون ما نخواستیم، سهممونم گذاشتیم که هر کی میخواد بخره. یعنی حقیقتا میگم دنبال یه خر میگردم، من منظورم وطن خره، چون وطن فروش داریم باید وطن خرم داشته باشه. خب ببینیم که برای شما چی گذاشتیم تا این یه ساعتی که با شما هستیم و 12 دقیقش گذشته چه صحبتایی، تا بعد دوستان بیان و برنامه رو قوام و دوام ببخشن. امروز فکر کنم با آقای
امیر حسین لادن هم باشیم، ولی تا الان خبری از ایشون نگرفتم، چون ایشون خیلی مرتب و منظم هستن، معمولا یه روز قبل یا احتمالا صبح جمعه برای من می نویسن که درباره چه تاپیک یا موضوعی میخوان صحبت کنن. ولی ما که دیگه توی آمریکا نام شدیم، بی‌حس شدیم. چرا؟ یادتون اون شعری که میگه این آقای فرزاد نیساری برای من نوشتا، نکوتر برد چراغ دزدی که با چراغ میاد. بگین دیگه بنویسی، چو دزدی با چراغ آید، نکوتر برد کالای هم چیز. یعنی درست هم هست. شما ببینید این ترامپ شارلاتان چون علنن دروغ میگه، علنن فحشا میکنه، علنن غیرقانونی انجام میده، این میمونه که یه دزدیه که با چراغ اومده هرچی دلش میخواد میبره. مردمم دیدید میگن مثلا نزدیک اداره پلیس شما اگه دزدی کنی هیچ کی بهت شک نمیکنه، چون میگن مگه کسی احمق اونجا دزدی کنه؟ اتفاقا آدمای باهوش اونجا دزدی میکنه. بمانه این مردک چنان گندی زده به سیستم قضایی اینجا که نگو و نپرس. یعنی دادگاه های اینجا دیگه وقت رسیدگی به پرونده های این، پرونده های دوستانش شریک دو زندگی، یه مش آشغال کله از این راجر استون گرفته تا اون یکی منفورد گرفته. منفورد که همچین که رب بیمارستان بیرون که بود اینجوری راه میرم موهاشم رنگ میکرد، هر روزی هم با یه زنی دیگه میمد، حالا که رفته زندان یه اعصاب خرج من و شما گرفته از زندان، اینجوری میاد هرچی هم میاد میگه ها ها، یعنی هوش حواسشم از دست داده. همین 69 ساله از زندان بیاد بیرون، فوری فردا دو تا دختر خوشگل رو استخدام میکنه، دو تا قرص وایگرام میندازه بالا، چه ها شود. و اما این ماجرای ترامپ دیگه الان خیلی جدی شده. اولا دیروز اون کوهن یا هم کاهن خودم مایکل کوهن که وکیلش بوده، نسبتا جوونه تو این در دوزا، ولی جوونیه که دیر آمده زود اوسا شده، دیر آمده شرکت های تاکسیرانی زمین و معامله و این ور و اون ور و پول زیادی به چنگ زد و افتاد توی دام. توی دام کی؟ خودش میگه ترامپ is a madman. مد یعنی عصبانی، مدمن آدمای بی پدر و مادر رو میگن مدمن، یعنی با هیچ که خوب نیست. و واقعا هم همیه، این با بچه‌هاش هم خوب نیست. شما فکر نکنید این بچه‌هاش که دور و برشن، اون یکی دختره خانم اسمش تیفانی، اون فکر کنم از همه اینا بهتره. اون یکی هم که کوچولو 12-13 سالش عقب افتادم هست، اون هیچی، 3 تا از اون عقب افتاده تر این دختره هست، ایوانکا و اون یکی که ترامپ جونیور هست و اون یکی دیگه هم نمیدونم یادم رفته، اریک هم چیز اسمشه. این 3 تا به خاطر پول این مردک شارلاتان با این هستن، و الا سر ماجرای طلاق مادرشون 12 سال با این پدر صحبت نمیکردن. و این شخصیه که اگه یه جایی باشه آتش سوزی بشه، بارها گفتن این بچه ها رو میندازه از روشون رد میشه. اون ماجرای میمونی که میگن توی حمام، اون زیر حمام رو هی گرم کردن دیگه طاقت نیاورد، بچهش رو گذاشت خودش نشست روش. من فکر نمی کنم میمون این کار بکنه، چون میمون میگن نزدیکترین، یعنی 98-99% از لحاظ چیز به ما نزدیک، یعنی اون قضیه داروین هم اگه برید دیگه. بله یوسد این چیه؟ کجا صدا میاد؟ من نمیفهم. خلاصه ممکنه از توی این میکروفون صدا رو میبره، از این اسپیکر میده بیرون. بله آقای مسیح ابراهیمی میگه You said it Mr. Sorby. I said so many things, which one you talking about؟ من وقتی حرف میزنم و میرم، اولا این مسیج یا پیامک های شما توی فیسبوک تایم نداره، دیدم بعد از برنامه تایم میزنه، بهش میگن تایم استمپ. یا در هر صورت من نمیدونم راجع به چیه و بهتره یک کمی توضیح بدید. لازم نیست، حرفای من باد هواست، میاد و میره. اون ماجرایی بود گفت از خاک برآمدیم و برباد شدیم،
برنامه ما هم اینجوری خیلی جدی نگیرین، مگر اینکه کسی بیاد به شما بگه که بر اساس این، بر اساس این، بر اساس این، حالا این کار رو انجام بدید. شنیدم ققنوس، اقنوس، اقیانوس، چی چیه این چیز جنبش جدید؟ انگار که ما فقط جنبش کم داریم. یه روز فرشگرد میاد، یه روز خرشکان میاد، یه روز نمیدونم حقا میاد، یه روز فولاد ان میاد، یه روز شایان کاویانی میاد، یه روز تیمسار روانی میاد. و خدا رو شکر میکنم که من هنوز به اون درجه از دیوانگی، بیچارگی، حماقت نرسیدم که بیام جنبشی رو راه بندازم و مردم رو مسخره کنم، که در حقیقت خودم مسخره میشم. مردم که عاقلن میفهمن. این آقای تبرزدی اتفاقا گفته که آقای رضا پهلوی از یه طرف میگه من هیچ کاره هستم، از یه طرف میگه ما با جنبش ققنوس، مغنوس چی چیه این، تا 50 سال آینده رو برنامه ریزی کردیم. یکی بهش بگه آقا 50 سال آینده پیشکش خودت و مامان جونت، شما برای 5 سال آینده برنامه بریز و ما بگو برنامه چیه. برو آقا برو. اینجا اسمش گذاشتن رضا کازینو، یعنی کسی که بیشتر اوقاتش رو تو کازینو سیگار کشیدن و اینها. ققنوس، خب این ققنوس یعنی چی؟ اسم قحطیه که بذارن ققنوس. والا من 62 سالمه، اولین بار کلمه ققنوس رو یه 2-3 هفته پیش شنیدم و آمدم پرسیدم. اگه یه کسی هم معنیشو گفت اون روز، انقدر ناآشنا به مغز من، به فکر من که جا نیفتاده. حالا یکی برای من بگه ققنوس چیه؟ یعنی برای ما ایرانی ها اسمی میذارن که ما احتیاج داریم یکی بیاد برای اون ترجمهش کنه. اون وقت هی نگه چرا این اماما میان برای ما قرآن رو تفسیر میکنن، مگه ما خودمون شعور نداریم؟ جنبش ققنوس، جنبش اقیانوس، جنبش فانوس، جنبش شب بیا که من نون. یه شعری بود اون وقتا میگفت روز بیا که شب نیستم خونه، شب بیا که روز نیستم خونه. از این ماجرا. اسم پرندهی میتولوژیک هست. این میتولوژیک یعنی ماورای مثل سیمور مثلا. همون سیمور بسمون نبود، پدر ما ایرانی ها رو در آورد، آمد این زال و برداشت برد بالای کوه. فردوسی هم نشست هی شعر گفت، هی شعر گفت. اتفاقا جنبش سیمرغ هم دارین، البته یکیش خودشونن، 29 مرغ دیگه احتیاج دارن که پیدا نمیکنن. در شاهنامه آمده. ای خدا، من اگه این آقای فردوسی رو یه جا میدیدم میگفتم آقا مرد حسابی، بیکار بودی، اینقدر رفتی نشستی. شعران هم همش خودش نگفته، از 4 تا 5 تا شاهنامه دیگه جمع آوری کرده. و اون گرید، گرید یعنی خسیسی، نه طمع، طمع سکه های طلا شاه چی بود، سلطان محمود غزنوی. تو رو اینجوری نشستی شعر گفتی در مدح و در ثنای اینها، و آخرم پول بهت ندادن، دغمرگ شدی. وقتی که داشتن جنازت رو میبردن پول دادن به دخترت، اونم مثل که قبول نکرد. نمیدونم، حالا داستان ها خیلی، گله ها خیلی زیاده. بماند این ماجرای ترامپ از این. و از دیروز تا حالا این آقای مایکل کوهن توی واشنگتنه و میگن این آمده به قصد این که هست و نیست ترامپ رو بریزه روی داریه، میگیم یا میگیم دایره، چون خود این دایره و داریه هم از کلمه همون دایره اومده. در اصل بریزه روی دایره. حالا چرا میگن بریزه روی داریه و داریه و اینا؟ برای که گرده و بعدم وقتی میزنی بهش همه چی میپره بالا. بله، در اصل ممنونم. پس ققنوس اسم یه پرندهیه در شاهنامه. بسیار عالی. کسی میتونه به من بگه چرا باید اسم یک جنبشی رو، اسم یک سازمانی رو ققنوس بذارن؟ اینجا یادمه وقتی شما میخوای یه بیزینس باز کنی، میری تو کتابخونه، اون وقتا، حالا که روی اینترنت، بهت پیشنهاد میکنن اسمی که انتخاب میکنی گویای کاری باشه که انجام میدی. مثلا من اگه میخوام کار تلویزیونی انجام بدم، نباید اسمش رو بذارم سیمرغ کهکشان ها، باید بذارم تلویزیون مردم، که هر کسی که اینقدر شعور داشته باشه میفهمه تلویزیون مردم یعنی چی.
یعنی یه نفر میاد میشینه صحبت میکنه، دیگران هم میتونن بیان میشینه صحبت. ولی شما دفعه دیگه رفتین تو خیابون نگاه کنید، اگه یه اسمی میبینید نمیفهمید این چه کار انجام میده، این طرف این اسمی که گذاشته اونجا بی خوده، مشتری جمع نمیکنه با اسمش. حالا این ققنوس، بله میگن داریه سر و صدا داره، اینی که میگن میریزه میریزن روی داریه برای که سر و صدا به پا میکنه. خب حالا چهار روز، سه روز قراره توی مجلس صحبت کنه، دو روزش در اتاقهای به اصطلاح اختصاصی خصوصی، چی میگن، نه محرمانه نه، یعنی عمومی نیستن، همیشه خصوصی دیگه. بعد یه روزش میاد در عموم اون چیزایی که به اصطلاح مجلس گفته میتونید بگید و اینها، میگه که این آقای ترامپ از لحاظ مالی چه کلک ها که نزده، چه خیانت ها که نکرده و الی آخر. حالا ببینیم که با این همه ماجرا اینو میتونن بندازن زندان با این همه کسافت کاری که خودش و دخترش و دو تا پسر عقب افتادش انجام دادن، اینا رو میتونن بندازن زندان، یا همه میگن آقا حالا اگه بندازیم زندان، دیدید که این رئیس جمهور اینا وقتی میان، یکی از دلایلم که جنگ را میندازن اینه که میگن زمان جنگ دست به ترکیب حکومت نزنیم، خراب میشه، میریزه پایین، ضعیف میشه. و اونایی که میبینن حکومتشون به اصطلاح متزلزله، حتما یه جنگی را میندازن توی دوره اولشون که دوره دومشون حتما تضمین بشه. و آمریکا اگه اشتباه نکنم یک زمان فقط یک رئیس جمهورش سه دوره بوده، اونم به خاطر جنگ، حالا نمیدونم آیزنهاور بوده کی بوده، اصلا مهم نیست. و اما بیاین خبرها، خبرهایی که من برام رسیده اینه که پاره شدن کفش یک بسکتبالیست آمریکایی ارزش سهام نایاک رو آورد پایین. میدونید که این بسکتبالیست ها وقتی یک کفشی میپوشن، اون کفش 20 دلاری رو به بچه های من و شما، به افرادی که این دنبال به اصطلاح این هنرپیشه ها و بسکتبالیست ها اینا هستن، اون کفش رو میدن 200 دلار 300 دلار. و شما ببینید توی این آمریکا چقدر این بچه ها جوون ها برای کفش، برای کاپشن همدیگر رو کشتن، زده دوست خودشو کشته، اون یکی رفته کاپشن اینو میخواسته زده کشتتش، بعدن گیر افتاده و فلان. اینا برای یک کاپشن 200 دلاری، برای یک کفش 200 دلاری که کفش چند میارزه؟ واقعا همون 15 دلاری که شما میتونی از کیمارت که حالا بسته شد، از والمارت هم بخری، ولی اینا پول اسمشون میخورن. خلاصه عکس این آقا رو انداخته که گویا کفشش پاره شده و باعث شده ایشون زمین بخوره. به خاطر همینم میگه که چی شد، میگه سهام این چیز نایکی، اینجا نمیدونم چرا نوشته نایک، نایکیه، نایکی آمد پایین. اسم نایکی هم فکر کنم یه اسم یونانی باشه. و اما میگه گروه ویژه اقدام مالی 4 ماه دیگر به ایران مهلت داد. خیلی جالب هست، یا باید اینجوری سوال کنم، جالب نیست؟ این همون 4 ماهیه که از اون ور خامنه ای به دولت و حکومت و دست اندرکارا گفته آقا یک کاری بکنید، مردم دیگه صداشون در اومده و اینا. از این برم میگه سازمان FITF، یا ببخشید FATF که مقر آن در پاریس است، ماه اکتبر گذشته به ایران تا ماه فوریه برای انجام اصلاحات مورد نظر این سازمان وقت داده. بعد میگه آغاز رزمایش دریایی ارتش ایران در دریای عمان، عمان درسته یا عمان؟ و از اون برم آمریکا برای دو پسر الچاپو کیفرخواست صادر کرد. الچاپو این چیزی هست که به اصطلاح مواد مخدر و اینها رو از کشورهای مختلف، اینجا کارتر هم میگن بهش، کارتل فکر کنه، دراگ کارتل، یعنی چیزهای قاچاقچی و اینها. بعد این دو تا پسر داره گویا الان هم که تو زندانه، پسراش اینور و اونور پول میدن و به اصطلاح دیدید یه دفعه از زندان فرار میکنه، دلیلش اینه که یه جا پول دادن به یه کسی که آقا فلان موقع که من نگهبانم بیا بکن و ببر و بزن، ما صدا نمیدیم. و اما بذاری من اصلا یادم رفت
اینو با مردم تیوی شیر کنم، مهم هم نیست، میبینم بیشتر شما دوستان ما را از صفحه شخصی خود من میبینید، ولی حالا اینجا روی مرد شیر آن پیج و منیج، بله مردم تیوی هم میذاریم روی فیسبوک اگه کسی خواست ببینه. اگه شما هم لطف کنید با دوستانتون شیر کنید بیشتر ممنون میشیم و متشکر. و اما این ماجرای خرید از ایرانیا، حمایت از ایرانیا، یادم یه دفعه تو کانون یه نفر با آقای مختار گفت آقای مختار شما که یک روزنامه هفته نامه، اون موقع هم دو هفته نامه بود، داری چرا نمیای مثلا یه مکانیکی که میری اگه خوبه یا بده بنویسی برای ما که مردم بشناسن این افراد رو، یک رستوران که میری برای ما بنویسی تا مردم این افراد رو بشناسن. آقای مختار که بعد از برنامه کانون بوده، خب اونجا همه که میریم یک مشروبی هم میخوریم و یکم کلمون گرم میشه و اینها، خندید گفت آقا پوس موز زیر پای من ننداز. گفت یعنی چی؟ گفت شما میخوای حالا ما بریم یه رستوران یه خوراک بخوریم بیان بگیم خوراک خوردیم کم نمک بود شور بود، دفعه دیگه که میریم اونجا اولا اون رستوران یه توف میندازه تو غذامون، دوم من با چشم اینجوری نگامون میکنه، بعدم دلخور میشه ازمون، همین سال تا سالم که یه آگهی میدن به مناسبت عید نوروز نمیدونم سر تحویل سال بیاین اونجا، اینم دیگه قطع میکنن 300-400 دلار ما ضرر میکنه. اینو شما داشته باشی توی آمریکا این رسم هست، احتمالاً اروپا هم هست. اون موقع که من آلمان بودم ما سواد روزنامه خوندن و اینا رو نداشتیم که ببینیم مثلا راجع به خوراک و این سرویس و اینا هم انتقاد میکنن یا نه، ولی رسم اینجا که مثلا یه نفر متخصص خوراک میره رستوران های مختلف، بعد میاد برای شما مینویسه، بعد یه مدتی شما به اینا اطمینان میکنی، اگه این آقا گفت که خوراک این رستوران خوبه یعنی باب طبع شما هم هست، اگه گفت قیمتاش مناسبه یعنی باب طبع جیب شما هم هست و میرید و اینها. و خیلی وقتا هم میان میگن که مثلا فرانچی خوب نبود، سرویسش خوب نبود، هوا گرم بود، هوا سرد بود، سرصدا بود اینها، و حقیقت رو میگن. من تصمیم گرفتم که ما اگه رفتیم یه جای بد بود صدامون در نیاد، هیچی نگه، اگه رفتیم یه جای خوب بود بیایم بگیم. دلیلش هم اینه، شاید اون روزی که من رفتم اونجا تصادفاً یه اتفاق افتاده بوده که این مشکل بوده، حالا خوراکش سرد بوده، خوراکش شور بوده، نمیدونم مرغش نپخته بوده و الی آخر. من دیروز با دوتا داداشی که اینجا دارم قرار گذاشتیم که بعد از چند مدت بریم همدیگر رو ببینیم. و این چی میگن جای شما خالی؟ یعنی چی جای شما خالی؟ جای شما خالی نبود و خیلی خوشحال بودم که من با برادران بودم شما نبود. بعد بشینیم چند تا آبجو بخوریم و صحبت کنیم و اینها، و وقتی قرار گذاشتیم ترافیک شلوغ و فلان اینها رفتیم، گفتیم نه حالا دیگه اینجا نمیریم، دیره، بیام بریم سیلورادو. سیلورادو یه رستوران چینه، رستوران چین یعنی اینا شعبات مختلف دارن به اسمای مختلف، مایک سیلورادو، کوستال فلات، خیلی 20 تا 30 تا رستوران اینا با یه اسم هستن، فکر کنم آرتور هم جزو اینا باشه. خلاصه گفتیم اون میریم اونجا، همچین که من اومدم دیدم این خیابونی که من اومدم نوشته که گردش به چپ ممنوع، گفتیم ای بابا حالا با ترافیک بریم گردش به راست و بعد دوباره دور بزنیم بیام، ربع ساعت طول میکشه. دیدم این پارکینگ بغلی مال رستورانه، رفتم تو این پارکینگ که از این یکی که بیای بیرون اینجا گردش به چپ ممنوع نیست. کلک رشتی، کلک رشتی رو هم یاد گرفتیم ها. مانی خورسندی توضیح داد گفت رشتی ها یک چیز چوبی درست میکنن مثل اردک، میذارن روی آب، صدای اردک هم در میان، اون اردک های دیگه که میان با این حالا عشق بازی کنن یا سلام علیک کنن اونا میزنن اونا رو میگیرن و میرن، اینه کلک رشتی، چیز بدی نیست. خلاصه ما گفتیم کلک رشتی بزنیم، همچین که اومدیم ببینیم دیدم نوشته همبرگر بیر واین وینگ، گفتیم بعد یادم افتاد که یه دفعه با مادرم که داشتم میرفتم مادر من گفت که این دوستای ما که تو این آپارتمان هستن رفتن اینجا و تعریف کردن که خیلی همبرگر خوبی داره. حالا اینجا کجاست؟ دایس برگر، کلمه دایس یعنی تاس،
اصلا چرا به چیز میگن تاس؟ چرا به تاس میگن تاس؟ دایس برگر. اینم یک منیوش هست و خیلی جالبه. یه چند تا کوپن گذاشتن، وقتی میری اونجا میارن دو تا تاس مثل تخت بازی. تو من گفتم به این آقا سعید صاحبش پیشنهاد کنیم برنامه مسابقات تخت نرد و اینا رو بذاره، چون اون وقتا یادمه بعضی از رستوران ها میذاشتن، نیبرز میذاشت و به کباب بازار هم شروع کرد. بعضی ها شکایت کردن که خیلی این صدای تخت و اینا اذیت میکنه. نیبرز توی اتاقی جدا گذاشته بود که اونایی که تخت بازی میکنن و قلیون میکشن و چای میخورن اینا به اصطلاح نگیم مزاحم دیگران نباشن، محل خودشونو داشته باشن. در هر صورت من تا اینو دیدم اصلا پارک کردم، به داداشم زنگ زدم گفتم که میدونی چیه، سیلورادو رو فراموش کن بیا اینجا، چون مادرمون گفته که این ایرانی هم هست و اینها. همچین که رفتیم تو دیدیم آقای وایستاده و گفت که بفرمایید. گفتیم شما ایرانی هستی؟ گفت بله. گفتیم دیگه چه بهتر. و اسم و اینا رو پرسیدیم، آقای سعید سنایی بچه اصفهان. و ایشون وقتی من گفتم منم فامیلم سوربیه، گفت من شما رو میشناسم بدونی که دیده باشم. کیارش رو میشناسی؟ گفتیم بله، هم خودش رو میشناسیم هم عموش رو میشناسیم. خلاصه آشنا شدیم و اینها و وایستادیم. گفتم که ما قبل از اینکه بیایم داخل تعریف همبرگرهای شما رو شنیدیم. گفت آقا شنیدن که بود مانند دیدن، شنیدن و دیدن که بود مانند خوردن. گفتیم خب بریز آبجو، آبجو هم میریزه براتون، آبجو تب، آبجو بشکه. اینایی که تهرون بودن آبجو بشکه براشون یه چیز معمولیه، ما که شیراز بودیم آبجو بشکه اولا نداشتیم، بعدن که اومد فهمیدیم آقا چقدر این گلیسرین به ما دادن توی اون آبجوهای شیشه برای که بیشتر بمونه و اینها. و آبجو بشکه مزه خاص خودش را داشت و اینها، بماند انواع مختلف آبجوها رو داره. و اینه شماره تلفنش هم هست، 703-333-50-06. جالب تر از همه اینا اینه که وقتی شما میری، خب یالا مثل من که دیگه معلوم بود اولین بار چون بهشون گفتم، یا میپرسه ازتون که اولین بار هست میان اینجا، شما میگی بله، میاد سر میزتون مثل یک قوطی، خود قوطی هم شکل تاسه، شکل موره مور چیزای تاسه دیگه، تاس همه میدونیم چی، و میگه که اینو شما تکون بده بریز، اگر دو جفت شیش آوردی یه همبرگر مجانی بهتون میدیم. ما ریختیم شد نمیدونم 8-9 نیاورد. خلاصه بگو حالا یه بازی دیگه میکنیم، من اینو میچرخونم، شما اگه بگیش چه شماره آوردی و درست باشه یه همبرگه بهت میدی. بسیار آدم چیزیه، چی میگن، مردمدار، بزلگو، خوشمشرب، دنبال این کلمه میگشتم، خوشمشرب. و وقتی که اینجوری باشه که میگن خیابون دو طرفه باشه، والا بلا نه به خاطر این انقدر سوپی که به ما داد، اتفاقا بعدا برای داداش بزرگتر ما که سوپ آورد گفتم آقا چیز کردی، تبعیض قائل شدی به این سوپ بزرگتر دادی، البته این داداش بزرگمونه. گفت من اونا رو به شما به عنوان سمپل دادم، به عنوان نمونه دادم. گفتیم اوکی، نه به عنوان به خاطر اینه، به خاطر اینی که دیدم واقعا همبرگر همون جوری که دوستای مادر من گفته بودن و خودم اتفاقا به مادرم هم زنگ زدم گفتم این نزدیک هستیم، میخوای برات سوپ بگیرم با همبرگر؟ گفت نه مادر، من 2 ساعت شام خوردم. گفتیم اوکی، یه دفعه دیگه میبریم. خلاصه یادتون نره وود برنینگ گلیر یعنی با روی زغال درست میکنه چیزاشو، روی گاز نیست. ما ایرانی ها هنوز اون خوراکای بوی دود زغال و بوی هیزم و اینا رو دوست داریم. و من بهتون بگم واقعا خوشمزه بود، عالی بود. و برید حتما اگه تو این منطقه انندل هستین، روی فیسبوک هم بنویسید دایس، براتون پیداش کنم الان نشونتون بدم، دایس برگر میاد. و جالب شنبه ها گویا چیز دارن،
بگید آها داداش ما که دیرتر از همه ما اومد اون برنده شد، وقتی چیز ریخت دبل شیش نیاورد، ولی وقتی آقا خودش اون تاس رو چرخان داداش ما گفت هفت، گفت حالا مطمئنی نمیخوای شماره رو عوض کنی؟ گفت خب نو، گفت نه همون هفت برنده بود، ولی منم گفت بودم هفت قبلش برنده نشده بودم، آورده بودم فکر کنم هشت یا شیش. بیا اینجا بیاین دایس برگر علامت اینم هست، با نزدیک چیز تقریبا نزدیک بگید نزدیک بلت وی یا جاده کمربندی هست، خیلی کانوینینت، الکساندریا انندل، نزدیک الکساندریا، نزدیک فیرفکس. و بذارید بهتون نشون بدم، روی فیسبوک هم میتونید دنبالشون کنید. بعد داداش من وقتی اومد اینجا گفت ای حالا من میدونم ایشون روی فیسبوک مینویسه که مثلا شنبه ها بله میگه آبجوی آلمانی گلیسرین نداره، میلز هاینیکن و بیکس. هاینیکن هلندیه عزیز برادر، ولی بیکس میدونم بیکس و اینا، و آلمان یه قانون خیلی سختی داره برای آبجو و اینها که چی میگن از نماز بیشتر رعایتش میکنن و غیر قانونی هر کسی تغییر بده و اینا. شما درست میگی، 22 ماه اونجا بودم و روزی 24 تا آبجو با این دوستمون آقای بختیاری میخوردیم، چون آبش بد بود به جای آبم ما آبجو میخوردیم و آبجوهاش هم خیلی ارزون بود، چون میرفتیم از مرکزش میگرفتیم و میمدیم. یادش بخیر. دیدید دایس رو؟ اینم دایس، دایس برگر. و وقتی هم شما برنده میشین عکستون رو میندازه با کارتی که بهتون داده برای همبرگر مجانی، بله دایس برگر کامرشال ان انیمیتد ویدیو کانوینت، بله بله دایس برگر. جالبه، خب آقا اگه کامرشال داری کامرشال بده ما هم برات پخش کنیم. مثلا ببینید ترد وینر این 17 ساعت قبل این خانم کوچولو هم برنده شده و میبینید هر کی بیاد اونجا بار اول یه شانس داره و این روش خوبیه. این خانم هم برنده شده و الی آخر. اینم بله اینم ما هستیم که برادر بنده برنده شده اینجاست. بله این دیشب بود. خب You do not have necessary permission for a specified page the perform. آخه من چیکار می‌خواستم رو این پیج انجام بدم که تو من بگی اجازه نداری؟ ما اومدیم عکس نگاه کنیم. واقعا دیگه اینا دیوانه شدن. خب ساعت 1:40 است، 20 دقیقه دیگه من شما رو میبرم به پاریس تا با خانم دکتر بهیه جیلانی باشیم. خانم دکتر بهیه جیلانی هم روی فیسبوک فعال هستن، هم ویدیوهای مختلفی دارن در رادیو، در تلویزیون‌های مختلف برنامه داشتن. روی یوتیوب اگه اسم ایشون رو سرچ کنید یا جستجو کنید اون ویدیوها رو میتونید ببینید و باشون تماس بگیرید، نظرتون رو بگید، سوالی اگه دارید بپرسید. و مصاحبه‌ای هم که ما انجام میدیم امروز اون قسمت رو بعد از برنامه زنده بعد از 2-3 ساعت به اصطلاح جدا میکنم و برای ایشون به اسم خودشون جدا میذاریم که دیگه اونم بیاد جزء اون چیزایی که شما اگه سرچ میکنید روی گوگل یا روی یوتیوب اونها هم پیدا بشه و همراهش بیاد. خب فرخ جان ما برای شما وای فای و تفاوتش با وایرد اینترنت رو فرستادیم، ولی میدونم شما هم نمیخونی. اتفاقا دیشب به داداشم گفتم که من اینجا اینو نوشتم، گفت آقا من که نمیخونم، این اشکال ما ایرانی هست. گفت من که نمیخونم. میگم خب نمیخونی جواب نده، اگه میخونی جواب بده، تو ما دوباره جواب بده. وقتی نمیخونی جواب میدی، من اسوم میکنم، من باور دارم، من فکر میکنم که شما خوندی. دایس برگر رو فراموش نکنید. اتفاقا یه کسی هم گفت آقا من یه ماشینی خریدم دیلره خوب بوده. گفتم خب شما میتونی پیام بذاری بگی که فلان دیلر، ولی صحبت از دیلر شد. والنتاین موتورز آقای بیژن جعفری، اگر احتیاج داشتید ماشینی بخرید و اینها، ایشون در مریلند هست. روی فیسبوک هم فکر کنم ایشون هم پیج داشت، ما قبلا هم ایشون میدادیم. ببینم یا وبسایت داشت، والنتاین موتورز، بله
حتما حتما با ایشون تماس بگیرید و به اصطلاح از لحاظ خرید و فروش ماشین بهتون کمک میکنه. من چند تا تجربه خوب با ایشون دارم و ممنونم از ایشون که هم راهنمایی کردن هم کمک کردن ما ماشینی که میخوایم مثلا بتونیم بفروشیم، ماشینی که میخواستیم بفروشیم و الی آخر. اینم صفحه فیسبوکشون هست، همین اسم والنتاین بود، حاج آقا والنتاین. بله. خب فرخ میگه بله خواندم. خب حالا گناهت بیشتر شد فرخ جان، وقتی میخونی باید جوابم بدی، اگه جواب ندی اون وقت من فکر میکنم که شما نخوندی، یا اگه جواب ندی فکر میکنم خوندی ولی به ما محل نذاشتی جواب ندادی. یه بله دریافت کردم، تنکیو، I will read it later on، یا yes you were right، خوندم شما درست میگی. این میدونی گفت چی؟ گفت ما بیشتر با هم متصل شدیم ولی دورتر شدیم از هم دیگه. یعنی we are more connected and more distance. Distance یعنی فاصله. خیلی ها چون این وسیله ها به همون اجازه داده که من به جایی که برم داداشمو ببینم باهاش صحبت کنم، یه فیسبوک تماس میگیرم، فیس تایم تماس میگیرم، یه اسکایپ تماس میگیرم، کانکتد هستیم ولی دیستنس، ولی با فاصله. در هر صورت این فاصله ها رو من و شما میتونیم از بین ببریم با ریسپانسیو بودن. ریسپانسیو بودن یعنی اگه یه کسی به شما گفت سلام، فوری بهش بگی سلام. از اونم برو بالاتر بپرس خب حالت خوبه، یا امیدوارم حالت خوب باشه، یعنی نشون بده شما آدم خوشمشربی هست. دستان ممنونم، خوشحالم که دیدیش و من امتحان کردم خودم. اونجایی که ما مثلا 300 مگابیت پر سکند با وایر داریم، با وای فای ماکسیمومش میشه 30 تا، یعنی یک دهم. بعضی ها میگن میتونید تا یک پنجم سرعت وایر با سیم رو داشته باشی بی سیم، ولی من ندیدم هیچ وقت. یعنی ما همش روی یک دهم بودیم و من ترجیح میدم این سیم به اصطلاح باشه و ما وصل باشیم. اصلا یه اطمینان یه وقتی میبینی این سیم آبی یا سفید هرچی وصله، میفهمی که وصلی. اون نقاشی هست که خدا هست یا آدم اینجوری کرده انگشتش وصل به خدا، فکر کنم مال داوینچی باشه، نه؟ در صورت اونم ارتباط و وصل بوده. آقای تیمسار آریانپور نوشته که من حالا پی میبرم چرا آمریکا و اسرائیل در حال تقویت عربستان سعودی برای حمله به ایران است. خوشبختانه مهم نیست آمریکا چه سلاحی را به عربستان میفروشد، چون عربها و حتی مصر از سال 1948 که نطفه اسرائیل حرامزاده ریخته شد نشان دادند که شعور استفاده کامل از سلاح پیشرفته را ندارند. من بارها اشاره کردم که ایران برای نابودی صنایع نفتی شیخ نشین ها و عربستان نیاز به کارگیری بمب هسته‌ای که فاقد آن است ندارد، و اگر درگیری رخ دهد در همان روز اول این صنایع را می تواند به طرق مختلف نابود کند. اینم از این. و می دونید که آقای آریانپور توی نیروی دریایی بودن و از این لحاظ دانش کافی و وافی دارن تا به ما بگن اوضاع خلیج فارس، تنگه هرمز و اون ماجرای ایران و اعراب به چه گونه هست و چگونه ایران میتونه به اصطلاح اگر بخواد تهدید بزرگی باشه، هم برای کشورهای عربی و نفتشون، هم برای اونایی که نفت اینها رو میخرن. و اما امروز جمعه هست، سوم اسفند 1397، ملت شروع کردن یکی یکی سال نو رو تبریک میگن. یکم صبر کنید تو رو خدا، بذارید 5 روز، یه هفته مونده به عید نوروز. و هفته پیش که والنتاین آمد و رفت 14 بود، دیدم و شنیدم که خیلی از ایرانی ها مهمونی والنتاین میگیرن. حالا ما شنیده بودیم که آقایون خانوما همسرشون رو میبرن میبرن رستوران، ولی ماشاءالله ایرانی ها فوری شکل و بوی دیگه ای میدن
میگه آقا حوصله داری، حالا برو دم رستوران وایسا 2 ساعت زنگ بزن، اسم بنویس، نوبت، بعدم تا میشینی تو 20 دقیقه میخوان پیش غذا رو بهت بدن، مشروب رو بهت بدن، غذا رو بدن، دسرم بدن، بندازنت بیرون نفر بعدی. یعنی یه میز مثل اروپا نیست. این برای اونایی که مثل خانم جیلانی توی فرانسه هستن ممکنه تعجب کنن، مگه میشه تو 20 دقیقه 30 دقیقه یه نفر با خانوادهش بره خوراک بخوره و بره بیرون؟ بله، آمریکا اینجوریه. چنان این ویتر یا گارسون رو آموزش دادن که میاد فوری از شما میپرسه که خب مشروب چی میخورین، اپتایزر چی میخورین، تا اینو میگی میگه آره خوراک چی میخوری، اپتایزر رو برات میاره، داری اون میخوری، خوراک هم میاره. اصلا خودت هم ندونسته میبینی اه شدی مثل اینا تون میخوری. مثل اروپا نیست که دیدم فرانسه مخصوصا صندلی ها رو میذارن رو به خیابون میشینن. البته یکی گفت چون تو فرانسه و اروپا از بس خونه ها کوچیکه، اینا اولا بیشتر وقتشون رو توی خیابون به صورت اجتماع میگذرونن که کار خوبیه. دوم اینکه اینجوری میذارن مردم رو میگاه میکنن، مردم رو میبینن، و واقعا خونه های اروپا کوچولو و نقلی هست، خداییش بیشتر از اون هم احتیاج نداریم. برگردیم به مهمونی والنتاین و میگن که والنتاین، حالا به غیر از گل بخر و شیرینی بخر و کادوهای گرون قیمت بخر، ایرانیا مهمونی هم اضافش کردن. حتما اینم یه جای شاهنامه یه چیزی پیدا میکنن که میگن این یه ربطی داره به سیمرغ و میترا و رستم و سهراب و سیاوش، و مخصوصا اگر آقای سهراب چمنارا باشه حتما وصلش میکنه به اونم. بمانه میگه هینیکن آف جو هلندیست هینیکن، آه هینیکن چی؟ هینیکن آف جو هلندیست کلی پول واسه تبلیغ فوتبال خرج میکنه بیچاره هینیکن. وقتی میگن سیستم کپیتالیستی، بله، میگه فرخ من وایفای دارم و هیچ مشکل ندارم. آقا خودت متوجه نیستی که مشکل داری. وقتی برنامه میذاری دوستان قطع وصل میشه میرن، اونها مثل شما نیستن که به طرف بگن آقا قطع وصل میشه، میره دنبال کارش، میگه آقا ولش. در هر صورت مهمانی که خوبه، ما نگفتیم بده. اصلا تو حرفای من شما اگر دوباره گوش کنی، من نگفتم مهمونی بده، ولی این که ما به خاطر چشم هم چشمی هی خونه های بزرگ، هی مهمونی های بزرگ، باور کنید بعضی از مهمونی ها میریم ما 50 نفر 60 نفر، اولا اینقدر خوراک های مختلف هست که آدم وقتی میاد بیرون نمیدونه چی خورده، شما نمیدونی با چه کسایی اونجا صحبت کردی، 2 روز که ازش میگذره یادت میره. و این چه فایده داره؟ ما الان چند سال مهمونی ها رو کوچیک کردیم، ماکسیمومش 8 نفر 10 نفر. آقا 4 تا خانواده 5 تا خانواده میشینیم، گل میگیم، گل میشنویم و 3-4 ساعت با هم صحبت میکنیم. نه 3-4 ساعت صاحب خونه مثل آشپز، شوهرش مثل گارسون هی بدوه بره بیاد، بدوه بره بیاد. خب نشد مهمونی که، خب حالا رسم شده 2 نفرم استخدام میکنن اسپانیش که اونم هنوز نخوردی میاد خوراک از دستت برمیداره میبره، بشقاب برمیداره میبره. بمانه میگه در آمریکا اینجوریه، در اروپا از مهمونی خبری نیست، برای که اونها بیشتر واقعیت زندگی رو قبول کردن و واقعی زندگی میکنن. اینجا اصلا داره keep up with Joneses، یعنی همسایه من اگه فامیلیش جونزه رفت یه ماشین کدیلاک خرید، من نگاش میکنم، منم باید برم کدیلاک بخرم. keep up with Joneses. اگه اون رفت وکیشن، وقتی اومد به من گفت که ببین من رفتم مثلا مکزیک، من هنوز اوهایو نرفتم ولی بلند میشم میرم مکزیک. چشم هم چشمی تو ایران هم داشتیم دیگه. بله میگه که ایرانیان در آمریکا چشم هم چشمی هستن. نه چیزهای دیگه هم هستن، این کشورهای دیگه هم وقتی اومدن اینجا به اونا هم میگی. کوریا که اصلا استاد این مهمونی های بزرگی هستن که کاراموکی، نه کاراوکی، این که میخونی صدا میزی اینا عاشقشن. تایلندیا اینها همشون تو خطن. خب اجازه بدیم ما این اسکایپ رو روشن کنیم، 7-8 دقیقه دیگه با این قدرت تکنولوژی، با سرعت برق و باد
میریم به پاریس و ببینیم که چه خبری از آقای تبرزدی داره خانم جیلانی و نظرشون راجع به این که دوباره شور و هیجانی را افتاده، اینا همدیگر رو دیدن و بیان با هم باشیم، همچین که از اون سالن میان بیرون بر علیه هم میگن. یعنی طرف میگه آقا این فرشگرد بی خود گفت، اون میگه اون ققنوس بی خود گفت، اون میگه تبرزدی اصلا چه کاره است، اون میگه آقا ما نیومدیم. برید بخونید نوشته تبرزدی، اگه وقت کنم براتون میخونم، نشون میدم که ببینید. ما صفحه خودش هم هست، میگه ما یک حکومت رو پایین انداختیم. اولا فکر کنم این بنده خدا تبرزدی دیگه ماریخولیا گرفته، چون نمیدونم ایشون چند سالش بوده که انقلاب شده، ولی الان بعدم مثل که خودش هم برای جنگ و بسیجی و اینا بوده. بعد حالا هم که میگه ما دهان چیز رو، پوزه دیکتاتورا رو به زمین به خاک مالیدیم، میگم آقا شما میری زندان پوزه اینا رو به خاک مالیدی؟ خب پس بیا یه سری دیگر هم با خودت ببر زندان که اونا هم بگن پوزه آخوندها رو به خاک مالیدن. آخه این مزخرفات چیه؟ چرا به مردم دروغ میگین؟ من چند روز پیش بود باز دوستان نوشتند فلانی هم دستگیر شد، فکر کنم تو صفحه همون خانم جیلانی بود، نوشتم من تعجب میکنم که اینا اسم خودشونو مبارز فعال گذاشتن ولی به این سادگی خودشونو اسیر دست آخونده میکنن. حالا اسیر دست که میشن از شکنجه و تجاوز و اعدام و به سر خانوادهشون چی میاد دیگه خود شما شاهد بودین در این 40 سال گذشته. در هر صورت نمیدون. آها این آقا فریاد یا فریاد، این همون از اونایی که من بهتون گفتم نکنید این کارو. آقا این چرا اینجوری نیست؟ این از کجا شما شروع کردی؟ واقعا به ما بگو و چه حسنی داره، چه مزیتی داره؟ من که مثلا فامیلیم سوربیه، بنویسم سور بعد برم اون برتر بنویسم بی، این که میشه بی سر. بله، ایرانی ها همیشه به مفاهیم برتر جهانی تعظیم کردن، اسلام را پذیرفتن چون داعیه جهان شمول و جهان گستری داشت. الان هم والنتاین را پذیرفتیم چون غرب را از هر جهت پذیرفتیم و حس حقیر شدگی را با گرامی داشت ها اعلان می‌داریم. خب این نوشته شما بالا و پایینش که زد و نقیزه. شما نوشتی همیشه به مفاهیم برتر جهانی تعظیم کردیم، این کار خوبیه اگه یه چیزی رو می‌بینیم برتر بالتره، حالا تعظیم نه ولی قبولش کنیم. ولی بعد پایینش نوشتید که ما حس حقیر شدگی را با گرامی داشت ها اعلان می‌داریم. یعنی ما با والنتاین و اینا به دیگران میگیم که ما حقیر هستیم. نمیدونم اونجا خب احتمالاً مارکتینگ هم دخالت داره. در هر صورت اینم از این فرخ هم بفرمو. آقا فریاد دیدی چی کار کردی؟ این فرخ ما رو هم داغون کردی رفت. فرخ هم نوشته فرخ، این کار اشتباهیه. مریم مینویسه مریم، زهرا مینویسه زهرا. نمیدونم والا اینم میبینم تو ما ایرانی ها زیاده. بله، و don't let the Trump administration take us down to. بله، این آقای رضا سلامی به من میگه آقا این چیز خیلی آدم خوبیه، ترامپ خیلی آدم خوبیه. میگم آره خیلی خوبه، باید یکی دیگهش پیدا کنیم دوتاشون رو ببندیم به یه گاری. بعد میگه که این میخواد صلح باشه در دنیا. میگم آقا این مزخرف چیه شما میگی؟ مغزت شستشو دادن؟ این مردک برای فروش اسلحه و اینها باید ترس ایجاد کنه. اینا وار مانگر هستن، یعنی جنگ افروزن، خودشون جنگجو نیستن، جنگ افروزن، جنگ رو به پا میکنن، جوانای مردم، مردای مردم، زنای مردم رو میفرستن اونجا کشته بشن که اینا بتونن بیشتری ها بیشتر پول در بیارن. اینها ببینید کود پینک از همون جنبشایی هست که به اصطلاح اینجا از روز اولی که ترامپ آمد، روز بعدش برید ببینید اینا چه کار کردن توی خیابون، چه چیزایی رفتن. میگه که همون چیز که بهتون گفتم، میگه tell your representative to support HR، این HR House Resolution 1004 to prevent US military. آها خوب شد حالا اینو گفت. میگه که به نمایندتون تماس بگیرید، بگید که
هاوس رزولوشن شماره 1004 رو سپورت کنه. من حتما این کار بعد از برنامه انجام میدم. و امروز دوباره وقتا یادتونه میگو یک بار دیگر دست فلانی از آستین فلانی بیرون آمد، یک بار دیگر دست نانسی پلوسی از آستین خودش بیرون آمد و سیلی محکمی به گوش ترامپ زد و گفت تو نمیتونی هر وضعیتی رو بیای به عنوان وضعیت اورژانس امرجنسی اضطراری اعلام کنی و ما میتونیم جلوتو بگیریم. قرار جلوشو بگیرن. ترامپ روزهای بدی رو داره پشت سر میذاره. آرزو میکنم روزهای بدتری در انتظارش باشه. ببینیم که خانم دکتر جیلانی، خانم جیلانی شما اگر لطف کنید از اون طرف تماس بگیرید یا نه چندت 5 دیز اگو، مثل 5 روز قبل با هم اینجا صحبتی داشتیم، همون روزی بود که تماس گرفتیم و ببینم حالا میشه. یالته ساعت 1:58 دقیقه، ما دوست داریم خیلی به وقت باشه. میگه کامنت بالا انتقادی بود اما اسمم را بر من ببخشید، در ایرانم و عضویت در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک خطر داره. آقا ما کاری نیستیم که ببخشیم یا نبخشیم، ولی در ایرانی که اینا خود حرومزاده هاشون بچه هاشون اکانت دارن، دیدم یه عقب افتادش یه خانمی رو نشونده با این شورتایی که ببخشید اون وقتا جوک میگفتن، میگفتن شورت رو باید بزنی کنار تا باسنش رو ببینی، الان باسنش رو باید بزنی اون ور تا شورت رو ببینی، از همین شورتایی که میره اون وسط و فلان اینا، نشسته رو صندلی این آقا باهاش عکس گرفته، بچه یکی از همین کره خراس، یعنی ببخشید اون کره خر بچه یکی از همین خراس بمانه. در اصلا ممنونم، خوشحالم که با ما هستید و لطف کنید به دیگران هم معرفی کنید. و اگر شما فکر میکنید چون تو ایران هستید اسمتون رو به جای هر اسمی که دارید حالا بنویسید فریاد، اونا نه شما رو میبینن نه شما رو میشناسن، کاملا در اشتباه هستید. همین آمریکا چند روز پیش، دو روز پیش، یک کسی رو که آرمی و به اصطلاح کوستگارد اینایی هستن که مال نیروی دریایی کوستگارد، در اصل مال قسمت آبی و اینا مواظب آبها یعنی مواظب هستن اینا، یک کسی رو گرفتن که یه لیست بالا بلندی داشته و اینم دوباره از همون احمقای طرفدار ترامپه که فکر میکنه ترامپ پیامبری هست که اومده اینا رو ببره بهشت و میخواست با اسلحه یه سری رو بکشه، اسامی رو تو تقریب بود گرفتن. یعنی چی دوست عزیز؟ یعنی اینا از هر عمل شما آگاه هستن، میدونن چی نوشتی، کجا بودی، کی سوربی رو نگاه کردی، کی میبودی رو نگاه کردی و الی آخر. خودتو اذیت نکن و شما هرچی بیشتر و بیشتر بیان بیرون قدرت اونا کمتر میشه، شما خودسانسوری میکنی اونا قوی میشن، اونا بزرگ میشن. بریم سراغ خانم دکتر بهیه جیلانی گرامی و با ایشون باشیم ببینیم که 3D و این هم خانم جیلانی. سلام، تصویر شما رو ندارم هنوز. ندارین هم؟ نه اون دفعه که من دیدم اون اینترنت شما مثل که بی سیم بود، یعنی همین مشکلی که الان به دوستمونم گفتم اگر شما برای چیز، البته بعضی دستگاه ها دیگه اصلا نمیتونید سیم بهش وصل کنید، چون اگه میتونید سیم وصل کنید خیلی بهتر. اجازه بدید. بله، میخوان شما به من زنگ بزنید. آه درست شد، الان تصویرتون رو میبینم ولی خوب شد. اوکی. خوبه، شما حافظتون خوبه، میدونید سیمه کجا بود رفتید آوردید. من اگر یه چیز شما اینقدر اینجا خونه ها کوچیکه که کنترل دست دادم، یعنی چیزی البته من همش گم میکنم تو همین خونه کوچیکم هم چیز ولی خب همه چی جور دست دیگه، یعنی زندگی سیمتری فکرشو بکنید. خب بذارید من تصویر شما رو بدم به سیستم و میکروفون رو بدم به شما و ما هم بشیم شنونده برنامه امروز شما. شما توی رادیو برنامه داشتید هفتگی، هنوزم دارید یا ندارید؟ بله هنوز در رادیو سرباز دارم، ولی
رادیو کیان، کیان ایران مشکل دارن خودشون، به علت اینکه فقط ساعتاشون روزه، یعنی ساعت صبح تا ساعت 12 که من اون ساعت حضور ذهنی ندارم و قرار شده برنامه دوباره یعنی درست بشه برنامه و حالا تا که درست بشه، ولی این دو رادیو سال هاست که من باهاشون در تماس هستم. بله بسیار ممنون. آره همون رادیویی که آقای سرهنگ کیم اینجا برنامه داشتن و برنامه های متفاوتی هم دارن، ماشاءالله ایشون با وجودی که از من مسنترم هستن ولی این کارا رو خوب انجام میدن و دیدم کنسرت و اینا میذارن. خب من ساکت میشم. دوستان عزیز، با خانم دکتر بهیه جیلانی هستیم از پاریس و قبلا هم چندین بار با ایشون صحبت کردیم. برنامه های قبلی به صورت بایگانی در یوتیوب، در تلویزیون مردم صفحه بایگانی هست، میتونید با این انجین های جستجوگر اسم ایشون رو که کلیک کنید یا تایپ کنید پیدا کنید. ولی خب بعضی وقتا صحبت هایی که میشه شامل مرور زمان میشه و ما فکر کردیم که بهترین کار اینه که باز هم از ایشون در برنامه های مختلف استفاده کنیم تا نظرشون رو بپرسیم. به شما سلام میکنم، خوش آمد میگم، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان در سر تا سر جهان. بفرمایید. خوشحالم که حالتون خوب شده و تونستید با ما باشید. بفرمایید. درود فراوان به شما و تمام بینندگان عزیز شما، امیدوارم که همه خوب و سلامت باشن در هر جایی که هستن. نمیدونم من در حقیقت باید مطلب امروز رو از کجا اجازه بدیم. من فکر میکنم که اون یکی صفحه باز من اون رو ببندم. بله. که صدا تدخل نکنه. اجازه بدین، من نمیدونم چرا نمیتونم ببندمش. بله بستمش. و اینکه امروز اتفاقات در ایران به قدری زیاد هستن که حقیقتا من نمیدونم از کجا باید آغاز بکنم برنامه امروزمون رو. البته شما بر صحبت آقای تبرزدی رو در برنامه پیشین صحبتش رو کردین، من بلافاصله مطلبش رو خارج کردم که آپدیت ترین، یعنی فکر میکنم آخرین خبر مهم سیاسی باشه که از اتحاد اپوزیسیون و آقای تبرزدی و آقای رضا پهلوی که من فکر میکنم یک واپسگرایی برای آقای رضا پهلوی باشه که حتی نشست با این افراد داشته باشن، برای اینکه من فکر میکنم این افراد به اندازه کافی شناخته شده هستند که ما اشتباه نکنیم و دوباره آنها را اشتباه به جای افکاری که به یعنی افرادی که عشق به وطن دارند و حاضر نیستن با هیچ جدایی طلب معامله بکنند و دست اون رو فشار بدن، خب آقای رضا پهلوی به نام اتحاد. ولی خب در صحبتشون بسیار پارادوکس وجود داره، حتی صحبت و این مطلبی که آقای تبرزدی در رسانه گذاشتند رو میشه به چالش کشید. چگونه میشه به چالش کشید؟ از اینکه آقای تبرزدی گفتند باید ایشون در هر حال متعلق به یک فکر سیاسی و یک جنرال فکری باشن تا مدعی بیشتر باشن، ولی آقای رضا پهلوی امروز نمیخواهند خطی و سیاسی فکر بکنند و آرزومندند و میخواهند و تکرار میکنند حتی مصاحبه با آقای در کانال یک مصاحبه ایشون دیشب که میخواستن بگویند که ایشون هیچ وابستگی سیاسی ندارن، در صورتی که اینطور نیست. یک مبارز سیاسی که آقای رضا پهلوی خودشون رو یک مبارز 40 ساله میدونند مطمئنن در دنبال قدرت هستند، یعنی مبارز سیاسی در پی قدرت هست. پس نمیتوان گفت که آقای رضا پهلوی میخواهند فقط نقش یک مودراتور و یا افراد رو به هم نزدیک بکنن، یک دروغ محض.
و اینکه این مطلب رو من همیشه در رسانه‌ها در موردش صحبت کردم که آقای رضا پهلوی بهترین فرم در این هست که حزب خودشون رو تعریف بکنند و مطمئنن افراد بیشماری به این حزب وابسته خواهند شد و طرفدار این حزب خواهند بود. چرا؟ چون آقای رضا پهلوی کردیت کارت آقای محمد رضا پهلوی و افرادی که هنوز نوستالژیک زمان شاهنشاهی هستند رو دارند و افراد بی‌طرفی که امروز اصلا سیاسی نیستند میتونن تو اون حزب جایی داشته باشن. و امروز آقای تبرزدی با گستاخی این حرف و به فرم دیگری ارائه دادن که اگر آقای رضا پهلوی خواهان پست بیشتری به جز رهبر پادشاهی خواهان هستند باید وابستگی خودشون رو به یک حزبی اعلام بکنن. اما مطلب مهم این نیست، مطلب مهم این هست که چه کسی این حرف رو داره امروز بیان میکنه و تاریخ و مسیر این فرد. من فکر میکنم که آقای تبرزدی امشب یا امروز یا این جلسه مطلبی که ارائه دادند فکر میکنم که گویای اینه که گذشته خودشون رو فراموش کردند و اینکه نیمی از شنوندگان و خوانندگان ایشون به ایشون اطمینان ندارند. چرا اطمینان ندارند؟ برای اینکه آقای تبرزدی آخرین شاهکاری که از خود ارائه داد نمایندگی و عضویت خودشو در شورای شهر ارائه کرد که این ارائه کردن و کاندیدا شدن در نهاد جمهوری اسلامی فعلی شما باید از زیر پرچم رهبر گذار کنید و این گویای اینه که آقای تبرزدی پس این کپاسیته رو دارند که حتی با جمهوری اسلامی کنار بیان. ولی باز هم مهمتر هست آقای تبرزدی از کجا آغاز کرد. آقای تبرزدی زمانی که از اتحادیه انداختنش بیرون که زمینش مال رفسنجانی بود و مرعشی از ایشون دفاع میکردند و ایشون یک حزب‌اللهی واقعی و غیر قابل ذکر بودند و من به دفتر ایشون به وسیله آقای مفتیزاده که ایشون یک جدایی طلب رسمی هستند و بارها با من بحث و جدل کردند آشنا شدم از نزدیک و در دفتر خصوصی ایشون و ایشون به من تسلیت گفتن کشته شدن پروانه و داریوش رو و خودشون رو خیلی خیلی غمگین و خیلی متاسف نشون میدادن و این مسئله باعث شد که خب من با ایشون آشنا شدم از نزدیک و در ایشون یک فرد انقلابی رو اون زمان دیدم که البته این شخصیت اصلا غیر قابل پذیرش بود در شرایط منی که سالها بود هر زمان به ایران میرفتم وزارت اطلاعات منو میخواست و افرادی که من رو بازجویی میکردن دقیقا همین فرم حتی نگاه ایشون رو داشتم. خب اون زمان پدر من تازه فوت شده بود، ایشون مطب پدر من رو خواستن و خانواده من نپذیرفتند از اینکه ما مطب رو در اختیار ایشون بذاریم. زمانی بود که ایشون رو از اتحادیه با کتک و با پنج بوکس بیرون کردن که ایشون اون پیراهن خونین اون روز رو همیشه از چوب رختی که پشت در بود در منزلشون به عنوان یادگاری آویزون کرده بودن. در نتیجه آقای تبرزدی بدون جا و مکان شد. خب خانواده من نپذیرفتن که حتی ایشون سیستم هاشون مانند زیراکسشون مانند کامپیوتر هاشون رو انبار بگذارن. در نتیجه من با اون عرق وطن پرستی و عصبانی از اتفاقی که برای پروانه و داریوش فروهر افتاده بود ایشون رو به منزل خودم راه انداخت دادم، یعنی راه دادم که البته ایشون یک گروه بزرگ بود، یعنی حدود 10 و 15 نفر آدم بودند و اینها به منزل من آمدند و من تبرزدی رو تونستم ساعتها روزها با
ایشون صحبت داشته باشم و بطن ایشون رو بشناسم. ایشون در منزل من بر علیه رفسنجانی آغاز کردن، افرادی رو دیدن و این افراد اغلب کسانی بودن که صدمه دیده بودن یا شاهد کشتار، برای مثال خانومی با داشتن شوهری اطلاعاتی امنیتی و قادر به هر جنایتی و آتش زدنی، و این خانوم ها با چادر و بسیار مخفی به منزل من می آمدند و با آقای تبرزدی دیدار داشتن و جنایت هایی که شوهرشون، برادرشون، حتی پدرشون انجام داده بود به آقای تبرزدی ارائه می دادند و آقای تبرزدی نوت برمی داشت و من رو هم گاهی به این جریانات می کشید. من متوجه شدم آقای تبرزدی بسیار لنگ هستند در مورد علوم جهانی یا بگم سیاست جهانی و بسیاریشون قشری فکر میکنن. حال من این داستان رو کوتاه میکنم، برمیگردم به این مطلب که من یک نگاه کلی در مورد این مطلب با تمام مطالبی که گاهی راسته آقای رضا پهلوی اگه خواهان قدرت بیشتر هستند باید یک وابستگی فکری و سیاسی داشته باشند، و اگر میخواهند رسما پادشاه ایران باشند باید اون رو هم بگن. در نتیجه با این نقش مدراتور بازی کردن که بخواهند بین آلترناتیو هایشون خوب و بد رو انتخاب بکنن، این نقش مهمی نمیتونه باشه و فکر میکنم که ایشون هم نپذیرفتند این نقش. در نتیجه من میتونم بگم که آقای تبرزدی بعد از اینکه از زندان اومدن بیرون، که البته زندان ایشون بیشتر شبیه هتل بود، چون در هر حال من با ایشون زندان بودم، حتی در زندانم یک چتر امنیتی روی سر ایشون هست. برای مثال در زندان توحید منی که بازجویی می شدم در کوچکترین موارد، آقای تبرزدی که در منزل من ساکن بودن با گروهشون صحبتی نشد، از اون افراد صحبتی نشد. کاملا مشخص بود که ایشون حتی در زندان توحیدم اون چتر حفاظتی وجود داره. و من متاسفم برای افرادی که امروز یعنی امید به این افراد آوردند که این افراد بتوانند در آینده ایران، در آزادی ایران نقشی رو داشته باشند. ما نباید فراموش بکنیم که آقای تبرزدی سپاه و دفتر تحکیم وحدت و شما در مطالبش به خصوص در این مطلب نوع نوشتارش هنوز اون افکار سپاهی رو در نوشتارش میبینین و این فرد از دموکراسی صحبت میکنه. و من سوال مهمم از ایشون اینه که آقای تبرزدی شما کجا بزرگ شدید؟ آیا خانواده شما، خانواده‌ای که من تک تکشون رو میشناسم، باشون زندگی کردم، حتی با برادر سپاهی ایشون بارها رفتم ملک خودم رو وثیقه گذاشتم در دادگاه انقلاب که آقای تبرزدی یا مرخصی بیان یا وثیقه خواستن، چون وثیقه‌ای وجود نداشت به جز وثیقه‌ای من که برای آقای تبرزدی بگذارم. در نتیجه آقای تبرزدی رو من خانواده و ریشه ها و از آنجایی که من معتقدم انسان غیر ممکنه از ریشه هاش ممکنه متفاوت بشه ولی هرگز جدا نمیشه. آیا ما ایرانی ها در هر جای دنیا که هستیم حتی بعد از 40 سال توانستیم چاشنی و مزه قرمه سبزی رو فراموش بکنیم، پس میتونیم از گذشته خودمون هم رها بشیم؟ هرگز ما از گذشته خودمون رهایی نداریم. ولی وقتی ایشون از دموکراسی صحبت میکنن، در مرحله اول لهجه ایشون اون نوع تلفظ کلمه دموکراسی
بی نهایت مصنوعیه، یعنی مانند کسیه که تا حالا این کلمه رو در زمان لازم استفاده کرده ولی باهاش زندگی نکرده. و این سوال مطرح میشه که آقای تبرزدی شما کجا بزرگ شدی؟ خانوادتو که من میشناستم با تمام احترامی که به تک تکشون دارم به جز خود آقای تبرزدی، و من واقعا متاسفم برای همسر ایشون که چقدر وفادار این بچه ها رو از سن پایین کوچک کوچک ایشون زندان بودن و این مادر تنها با فقر این بچه ها رو بزرگ میکرد. و اینکه من وقتی خیانت تبرزدی رو به زنش دیدم، وقتی دیدم که تبرزدی چگونه بعد از اون 15 سال زندان که خودش میگه من معتقد نیستم ایشون 15 سال زندان بودن، چون نمیدونم چجوری حساب میکنم، در هر حال مهم نیست، زندان آدم نمیسازه، زندان سیاسی نمیسازه، زندان سیاسی رو مصممتر میکنه ولی سیاسی نمیسازه. در هر حال وقتی که تبرزدی رو دیدم بعد از اون زمان چگونه از زندان و چگونه حس میکرد که زندگی رو باخته، در نتیجه میخواست زندگی رو ببلعه، فقط دنبال موقعیت میگشت و اطرافیان او قادر نبودن یک زندگی مدرن حتی یک دختری رو به او معرفی بکن، و اولین دختر دوست دختر و خیانت به زنش رو، و من اون زمان بود که از تبرزدی بریدم و واقعا نتونستم، و از خانواده بریدم و هرگز حتی با خانومشون که من دوست بودم با هم صحبت میکردیم یا با دختراش حتی بیرون میرفتیم، من قطع رابطه کردم برای اینکه نتونستم تحمل بکنم که آقای تبرزدی پاسخ همسرش رو با یک اینچنان خیانتی بده و با زنی که چتهای خودش با تبرزدی رو کپی کرده بود و برای من آورد. و من واقعا توقع این که یک سیاسی مبارز این چنان جملاتی که بوی نمیدونم بوی چی میداد، فقط این رو بگم که باعث شد که من دیگه نتونم حتی با تبرزدی صحبت بکنم، و اتفاقات بعدی که انقدر ناهنجاره که من نمیتونم در حال حاضر صحبتشو بکنم. این مسئله‌ای که امروز دارم صحبتشو میکنم و برای اولین بار دارم در تلویزیون شما صحبتش رو میکنم، واقعا سالهای سال فکرشو کردم که آیا باید گفته بشه یا گفته نشه، و امروز وقاحت این فرد رو میبینم که چگونه به خودش اجازه میده که تعیین کننده باشه. من متاسفم، من در هر حال فقط تو این چالش ها صحبت ها به نظر من آقای تبرزدی چیزی رو برای دست دادن نداره، ولی آقای رضا پهلوی با تمام بدی ها و خوبی ها، چه طرفدار او باشیم چه نباشیم، بالاخره او پسر یک شاهه، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه شاه بدی بوده چه شاه خوبی بوده، چه امروز ما بد بگیم چه خوب بگیم، این یک واقعیته. اما ایشون با نشستنشون با این افراد و افراد پاینداز، افرادی که امروز آقای تبرزدی توی نوشتارش معتقده که یک رسانه‌ای که اصلا نمیشناسه که خانم ویکتوریا آزاد مدیریت اون رو دارن، این حرفا نیست، اینها دروغ‌های بزرگی هستند. آقای تبرزدی با خانم ویکتوریا آزاد اقلن 20 ساله که با هم آشنا هستند و بسیار صمیمی هستند، بسیار و در مراحل مختلف با هم همکاری داشتند، به خصوص در اتفاقات کوی دانشگاه سال 78. در نتیجه من فکر میکنم که داره دروغهای بزرگی گفته میشه وقتی این مطلب رو میخونم، چون واقعیت رو من از نقطه صفر، من با این افراد زندگی کردم، این افراد تو خونه من بودن بیرحمانه. برای مثال آقای تبرزدی میدونست که اون زمانی که مستقر شده در منزل من و روزنامه هویت خیش در منزل من تحریر میشه و میره برای چاپ، اون زمان اگر جمهوری اسلامی میره خونه من، خونه من به نام
منزل تیمی درش مهرموم می شد. ولی آقای تبرزدی این اولین بار نبود. آقای تبرزدی وقتی که روزنامه هایی رو می گرفت که حق امتیازش رو داشت یکی می بستند، ولی آقای تبرزدی سریال بعد از اون آغاز کرد، امتیاز به نام دوستان گرفتن، ولی تمام اون دوستان رو به ترتیب به هچر می داخت به خاطر خودش، برای اینکه این در هر حال رسانه خودش مشخص بود. به خصوص بعد از اینکه اتحادیه رو بستند آقای تبرزدی جمهوری اسلامی رو فراموش نکرد، اما حتی گذشت هم نکرد. ولی ما باید به ریشه های آقای تبرزدی نگاه بکنیم و امروز اون رو در کنار آقای رضا پهلوی بذاریم. یعنی من فکر میکنم که تو این داستان بازنده واقعی آقای رضا پهلوی هستن و فکر میکنم که به اندازه کافی در مورد آقای تبرزدی صحبت کردم، اگرچه صحبت در مورد آقای تبرزدی به اندازه یک کتابخونه است در مورد مطالب کاملا بی ارزش در مورد یه فرد بی ارزش. از صحبت‌های شما میشه برداشت کرد که آقای تبرزدی و حالا اسمش رو اگه جنبش بذاریم اپوزیسیونی شده که مورد تایید آخونداست، درست میگم؟ بله، آقای تبرزدی ببینین ریشه در اونها داره، کسی که 6 سال در جبهه بوده، کسی که نمیتونه، ببینین اگر من 2 سال زندان بودم هنوز نسبت به زندانی یک سمپاتی خاصی دارم. شما میگین میشنوین که 30 نفر در جنبش کارگری گرفتن، 20 نفر معلم گرفتن، شما این خبر رو میشنوین، ولی من این خبر رو حس میکنم. چرا؟ چون جزء اون بودم، چون جایی میرند که من بودم. در نتیجه حس من کاملا متفاوت از کسی که این چیزها رو زندگی نکرده. و آقای تبرزدی من فکر میکنم که نمیتونه از این خاطرات جدا بشه. برای مثال باز یه خاطره دیگه رو تعریف میکنم. آقای تبرزدی از زندان اومد و من ساعت 6 بعد از ظهر بود که رفتم منزل آقای تبرزدی. خانومش بیچاره، خانومش که همیشه من از این خانوم چقدر خاطرات خوب دارم و چقدر زن خوب و مظلوم و خیلی عاشق آقای تبرزدی، ولی آقای تبرزدی اصلا لیاقت این عشق پاک رو نداشت. در هر حال من اونجا بودم و خانومش داشت شام میکشید و سفره بند کرده بودن، داشتیم صحبت میکردیم. یا گفت بهیه میدونی آقای تبرزدی چیکار کرده؟ گفتم چیکار کرده؟ گفت پتوشو با خودش نیورده. آقای تبرزدی برگشت گفت بهیه میفهمه، تو نمیفهمی. راست میگفت آقای تبرزدی، من میفهمم. زندان جذابه. میدونین چرا جذابه؟ یک، شما بی مسئولیت اونجا افتادین و این که سیاسی هستین، از صبح تا شب میشینین فقط حرف زدن، مثل خود بنده که از صبح تا شب فقط کتابای آنا هارنت رو میخوندم و با صدای بلند میخوندم که دوستان دیگه هم، و اونجا شما احساس میکنین که چقدر خوبه شما اونجایین، اسمتون بیرون همش داره فریاد زده میشه و شما بی مسئولیت افتادین اینجا، فقط نشستین حرف میزنین و کار مثبتی انجام میدین. در هر حال تبرزدی عادت کرده بود به زندان، پتوشو با خودش نیاورده بود. و وقتی که گفت بهیه میفهمه یعنی چی؟ یعنی که بهیه میفهمه که زندان جذابه و اگر زندانی خرافاتیه. وقتی که شما از زندان میرین بیرون بهتون میگن که هر چیزی که تو زندان دارین با خودتون ببرین. چرا با خودتون ببرین؟ برای اینکه دوباره بر نگردین زندانی. زندانی به این فکر واقعا معتقده. من همه چیز، البته من اصلا همه چیزو گذاشتم، برای مثال بر من ملافا برده بودن از منزل، همه نوع هیچ کدوم و همه رو بخشیدم به بچه ها، ولی یه همچین فکری هست. و وقتی که آقای تبرزدی میگه بهیه میفهمه یعنی چی؟ یعنی این که من علاقه دارم برگردم به زندان. اینو میگه. حالا من این فهم مردم آیا میفهمن این چیزهایی که من دارم میگم
یا نه. در نتیجه آقای طبرزاده خودش میدونه که وقتی که توی زندانه خیلی بیشتر مطرحه تا وقتی که میاد بیرون. البته امروز آقای طبرزاده رو میتونیم بگیم کاملا داره مبارزاتی که میکنه کاملا مشکوکه. برای مثال خب ما هم ایران بودیم، ما هم در ایران مبارزه کردیم، آیا ما جرأت داشتیم بشینیم با آقای رضا پهلوی جلسه بذاریم صحبت بکنیم و افراد دیگه که خب همشون قانونن باید تو لیست سیاه جمهوری اسلامی باشند؟ ولی آقای طبرزاده پس در هر حال فکر میکنم که هر جوری که فکر بکنیم جمهوری اسلامی یه حکومت پولداریه و راحت راحت میتونه پول بریزه و 40 ساله همچنین حکومت کرده. یعنی این که فکر نکنین آقای طبرزاده خریدنی نیست یا بهایی نداره یا بهای او خیلی بالاست. ممکنه بهای او به اندازه بقاله سر کوچه نباشه، ولی او هم یک بهایی داره. در نتیجه امروز حرفایی که آقای طبرزاده میزنه یک جناحش به سمت و سوی جدایی طلب هاست. برای مثال آقای حسن شریعت مداری کاملا مشخصه و آقای حسین بور کاملا مشخصه و زیر مجموعه کاملا مشخص هستند. خانم ویکتوریا آزادم که کاملا شرایطشون مشخصه. در نتیجه من فکر میکنم که من اگه جای آقای رضا پهلوی بودم هرگز به این جلسه نمیرفتم، ولی از قرار معلوم بده بستان و نامه بنویس و این حرفا خیلی قبل از اینکه این مصاحبه انجام بشه انجام شده بوده. یعنی طرفین ضمن اینکه خانم ویکتوریا آزاد این وسط دوگانه بازی میکرده، چون آقای خانم ویکتوریا آزاد از سوی بسیار بسیار نزدیک با آقای رضا پهلوی هستن، من شاهد هستم که چقدر ایشون رابطهشون نزدیکه، حتی میتونن ساعت 3:30 شب به ایشون پیام بفرستن، ایشون بلافاصله زنگ بزنن و با ایشون همیشه اسکایپی صحبت کنن و اینا چیزهایی که من شاهد بودم از سوی و آقای طبرزاده هم که با خانم ویکتوریا آزاد تاریخشون اقلا به 20 سال مبارزه همسو وجود داره. در نتیجه این که مردم رو ساده لوح نشون بدن درک بکنن یا حساب بکنن به نظر من توهینی بیش نیست. به نظر من تمام این مصاحبه ها و نشست ها و نوشتار ها از پیش تنظیم شده است و زمانی که ارائه میشه به نظر من آخر خطه. شما نکته جالبی رو گفتید که چجوری یه نفر با این سابقه از ایران میتونه تماس بگیره با رضا پهلوی و اینها، بعد تازه این یه برگ برنده میشه که آخوندها میتونن به دنیا نشون بدن شما نگاه کنید زندانیای ما، فعالای سیاسی ما آزادانه با مخالفین ما تماس میگیرن و دیگه از این چی بهتر میخوان. دستان ممنونم از شما که این آقا رو بیشتر به ما معرفی کردید. آقای خانم جیلانی، چون شما من میدونم که در مرکز پاریس هم هستید و اون شلوغی ها احیانا همون دوربر منظر شما بوده، چی شد این حرکت جلیق زردها و بالاخره به کجا انجامید؟ این جلیق زردها که برنامه ادامه داره، فقط مسئله اینجاست که فرم پیدا کرده و اینکه عادت کردن مردم و اینکه تحولاتی داره توش به وجود میاد. برای مثال اینکه روزهای شنبه نیان تو خیابونا، برای اینکه کمرسا باز هستند و بهتره که اقتصاد کار بکنه و روزهای یک شنبه بیان، اما هنوز به تصمیم نهایی نرسیدن و همچنان دیگ داره میجوشه و این جنبش داره بیشتر سیاسی و سیاسی و سیاسی میشه تا به دیروز یک جنبش اجتماعی بود و اینها خواهان یه سری خواستای اجتماعی کمبود حقوق و بازنشسته ها و در هر حال جنبه خیلی اجتماعی و مدنی داشت، ولی امروز افرادی دارن وارد این مسئله میشن، تایید و تکسیب و فرماندارها و تغییر دادن و فرم و دخالت کردن و وارد مذاکره شدن، ولی همچنان ادامه داره. ولی
تعداد داره روز به روز کمتر میشه و به قول معروف امروز اتفاقات انقدر تند و حاد هستن که مسئله جلیق زرد ها فقط در خود فرانسه داره صحبت میشه، ولی مسئله انترناسیونال و خبرهای جهانی رو میدانش رو ترک کردن. خود شما نظرتون درباره این جنبش چیه؟ اینجوری که متوجه شدم مثل این که با اون اولش شما اوکی بودید، الان موافق نیستید، درست میگم؟ ببینین یه بخشی هست که خب من رو دربر میگیره از اینکه من اینجا زندگی میکنم، از اینکه من زیر پرچم فرانسوی هستم. البته خرجمو نمیدن، ولی بالاخره من دارم اینجا زندگی میکنم، یک فسیلیتی هایی رو من از فرانسه دارم استفاده میکنم، در نتیجه منافع خودم رو میبینم. این گروه شعارهای خوبی میدن، ولی چون انحرافی میزنن. برای مثال در فرانسه ما عادت نداریم که جنبشی رهبر نداشته باشه، ولی این جنبش کاملا متفاوت از جنبش های دیگه است و فرانسه هم یک کشوریه که عادت به اعتراضات داره. اعتراضات دو روز سندیکاها میان بیرون، رهبران و سخنگوها میرن وارد مذاکره میشن با دولت و دولت کمی میده کمی میگیره کمی میده کمی میگیره، بعد به تفاهم میرسن. ولی این بار از روزی که دولت خواهان که شما سخنگوتون رو بفرستین وجود نداره. و اینکه امروز سایه ترامپ فرانسه رو گرفته، سایه عرب ها فرانسه رو گرفته، و اینکه احزاب ورشکسته در مقابل مکرون هم فضا رو گرفته. یعنی من میبینم حرفا بله منطقی هستن. امروز فرانسوی ها میگن ما فرهنگ عوض کردیم، دنیای مجازی، اطلاعات، قدرت اطلاعات رسانی زیاد شده، پس اجازه بدین که ما در مورد دموکراسی یک نگرش نوینی داشته باشیم. و این نگرش نوین خواهان دخالت بیشتر مردم در سیاست. برای مثال اینها خواهان این هستند که انتخابات مجلس، سنا، انتخابات ریاست جمهوری متغیر باشه، قدرت رو بیشتر به مردم بدن، مردم بتوانند سریع اگر از یک سیاسی خوششون نمیاد مثل خونه خاله عوضش کنند. یعنی اینها به نظر من چیزهایی هستند که خب بالاخره هر انسانی وابسته به فرهنگ زمان خودشه. من یه آدم بالاخره انسانی هستم که تو اجتماعات سنتگرا فرانسه، یک مملکت بسیار کنسرواتیو، در نتیجه خب من وابسته به این دنیای کنسرواتیو 43 سال زندگی کردم. من اون فرهنگ، من برای من ایدئال زمان میترانه، زمان حالا زمان جیسکا رو نمیتونم، اگرچه من زمان جیسکا اینجا بودم، یعنی خیانتی که او به ما کرد رو نمیتونم با او در صلح باشم. ولی من انسانهای بزرگ، مردهای بزرگ سیاسی رو در فرانسه دیدم که امروز کاملا اجتماع فرانسه متفاوت شده و پوپولیستا امروز در فرانسه حکومت میکنن و سیاست مدارها یعنی دیگه اصلا وجود ندارن. یعنی شما سیاست مداری مانند میتران یا حتی شیراک رو دیگه نمیبینید. در نتیجه امروز حکومت مثل بسیاری از کشورهای دنیا بیشتر دست پوپولیست هست و فرانسه هم به نظر من آقای مکرون زمانی که کاندیدای ریاست جمهوری شد آنچنان تجربه گذار از مسیر سیاست رو نداشت. اینجا سیاست مدارها از اکولینا خارج میشن که این اکول اینها رو تربیت میکنه برای سیاست مدار بودن و اینها در گذار بسیار، یعنی اقلا تا شهردار، فرماندار، یعنی همیشه در سیاست پله پله بالا اومدن و در جایی که هستن پر از تجربه و آشنایی و کارشناسی هستن. ولی امروز شما افرادی رو میبینین که به علت پول، برای مثال شما ترامپ رو میبینین، یعنی اینها دیگه به نظر من سیاست مدار نیستند. اینا افرادی هستند که به قدرت زورشون در حکومت هستند و آقای مکرون هم در هر حال فردی هستند که کمک
از سوی بانک جهانی و از طرف خانواده های بزرگی که دارای بانک های خصوصی و عمومی هستند حمایت می شدند. در نتیجه اما اینکه کارشون رو خوب انجام می دن یا نه، به نظر من مسئله اقتصادی که امروز اروپا شدیداً درگیرش هست فقط مخصوص فرانسه نیست و شرایط فعلی نیاز به یک تحول اقتصادی داره که امروز به نظر من نه تنها فرانسه بلکه کل اروپا از لحاظ اقتصادی به یک ناکارآمدی رسیده که و این جنگ های زرگری که میان کشورها هست اجازه نمیده که اقتصاد پویا باشه و اروپا رشد بکنه. بسیار ممنونم. دوستان از ایران به شما سلام و درود میفرستن. من ممنونم که بیننده برنامه هستن. نظر شما درباره ایران چیه؟ بعضی ها میگفتن 40 سالگی رو نخواهد دید، ولی میبینیم که وایستادن. من که فکر میکنم دولت آمریکا پشت پرده با آخوندها هست، ولی میخواستم نظر شما رو هم در این مورد بدونم. بله، در هر حال نه، ببینین از این که آمریکا علاقمند جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه شکی درش نیست، ولی مسئله مهمتر از همه چیز اینه که انقلاب 57 خمینی 15 سال بود در آب نمک به وسیله انگلیس ها حفاظت می شد، ولی امروز ما هیچ کسی رو در آب نمک نداریم و اپوزیسیون فعلی هم که می بینید کارش به خروج کرم های خاکی که زیر خاک بودنه و دشمنان خاک ایران هستند. خب برای آمریکایی که امروز مسئله، ببینین من یه دید کلی در مورد آمریکا دارم، اینه که آمریکا رو دوست ملت ایران، نه تنها دوست ملت ایران نمیدونم بلکه دشمن ملت ایران میدونم. به نظر من زمان شاه انقلاب 57 نیازی نبود، اصلا نیازی نبود، یعنی کافی بود که شاه رو برکنار بکنن و احزاب رو اجازه بدن که بیان رو کار و شاه فقط سلطنت بکنه و حکومت نکنه. امروز این حکومتی که ما داریم زندگی میکنیم نتیجه دست پخت آمریکاست. در نتیجه و اروپا و اگر اینها خواهان این بودن که در مملکت ما یا اینکه ملت ما ملت بالیاقتی هست و جمهوری اسلامی واقعا، و اینها شعاره به نظر من. اروپا نمیخواد در ایران دموکراسی باشه، برای اینکه ایران یک کشوریه که متیر گریزش که همون ملت ایران باشند و میبینیم که ملتی هستن که در اروپا و آمریکا بسیار موفق هستن. در نتیجه اگر اینها در یک اجتماع سالم زندگی میکردن تمام این ثروت ها نصیب مملکت ما و ملت ما میشد، و اگر فراری هستند عامل اصلیش همین کسانی هستند که امروز میگویند بله ملت ایران ارزشش و مقامش بالاتر از این هست که حکومتش جمهوری اسلامی باشه. و اینکه آلترناتیو و اینکه صحبت همیشگی آلترناتیو، چه کسی امروز، من دوستی داشتم در اسرائیل یه روزی از من، البته این روز که میگم صحبت 15 سال پیشه، به من گفت میشه خانم جیلانی شما 10 نفر آدمی که میشه روشون حساب کرد از لحاظ سیاسی؟ من پاسخ دادم شما به من بگین 2 نفر. چرا 10 نفر که خیلی زیاده، بگین 2 نفر. ببین امروز هم ما در همین مشکل هستیم، شما به من بگین 2 نفر امروز در اپوزیسیون میشه روش حساب باز کرد، ما نداریم. خب منطقه ما از لحاظ استراتژیک و ژئوپلیتیک یک کشور بی نهایت مهمیه. چرا در ایران جنگ نخواهد شد؟ برای اینکه ایران کشوریه که میتونه دنیا رو به هم بزنه و نبض و شاهرگ گذار انرژی به دنیا در کنار ایران، نتنگر هرمز رو ایران میتونه شلوغش بکنه و میتونه اجازه نده اتفاقات بدی در دنیا بیفته. شاه نرم، شاه رو بردم. این اشتباه بزرگیه که ما فکر کنیم شاه فرار کرد یا حتی ایده ای بخواهن گل بزنن به خودشون و بگن شاه انقدر ملت رو دوست داشت که نخواست کشدار بشه. نه،
شاه رو بردن، به شاه گفتن تو باید بروی، و شاه متاسفانه تمام حول و حوشش افرادی بودن که آمادگی این رو داشتن که شاه رو سریع ببرن. در نتیجه این که میگویند شاه رفت، شاه فرار کرد، نه شاه فرار کرد نه شاه میخواست برود، شاه اختیار دیگری به جز رفتن نداشت. امروز هم آخوند در همین پوزیسیون هست. یعنی چی؟ در چه پوزیسیونی هست؟ امروز قلدرم جمهوری اسلامی خیلی خوب داره و خیلی سعی میکنه، البته تمام مسیری که شاه رفت جمهوری اسلامی نمیره و تمام گرگانها و بنیادهایی که باعث شدن شاه سرنگون بشه جمهوری اسلامی اختشون کرد. یعنی چی؟ برای مثال بازار ایران در سرنگونی شاه نقش بسیار مهمی داشت، همه به حوزه ها کمک میکردن، آیت الله خمینی همیشه پول از بازاری ها دریافت میکرد و بازاری ها دوگانه بودن، میشه گفت بیشتر ملی مذهبی بودن. اما خمینی توانست با تحریم ها و کمک از بازاری های پولدار شاه رو سرنگون بکنه. خمینی از زمانی که اومد بازار رو تکه و پاره کرد و امروز ما بازار نداریم. چرا بازار نداریم؟ چون جمهوری اسلامی تمام دشمن هاشو در عرض این 40 سال اخته کرد. امروز چرا ما اپوزیسیون نداریم؟ حتی جمهوری اسلامی به آقای فروهری که شب آخر در منزل من قدرت راه رفتن نداشت، از زور پارکینسون که تمام وجودش میلرزید، اگر آقای فروهر میتوانست 1% آلترناتیو باشه، امروز ما او را هم نداریم. جمهوری اسلامی در عرض 40 سال امروز رو پیش بینی کرده بود و اجازه نداد امروز کسی وجود داشته باشه که ملت رو بتونه پشت، از جمله بختیار. چرا بختیار رو کشتن؟ در اون زمان بختیار واقعا خطر مهمی دیگه برای جمهوری اسلامی نبود. در پاریس برای اینکه جمهوری اسلامی امروز رو بکرده بود که نباید کسی وجود داشته باشد که دنیا از جمله آمریکا و یا اروپا بخواهد او را آلترناتیو بکنند، و امروز ما گرفتار همین مسئله هستیم. و اینکه چرا مردم ما امروز به خیابان‌ها نمی‌ریزند؟ چرا امروز با فقری که وجود داره، با فحش و با نارضایتی که حتی سپاه رو، اخشار مختلف رو در بر گرفته، امروز این افراد در خیابان ها نیستن؟ میخواستم این رو بگم که ما نباید فراموش بکنیم که آخوند و اون فرهنگ احترام به آخوند که سمبل خدا، برای مثال ما زمانی که ازدواجی در خانه بوده هست، همیشه از آخوند برای خواندن صیغه محرمیت که اون صیغه خودش پر از شرمه استفاده میکنیم، و هنوز بسیار بسیار افراد بی ایمان ظاهری در ایران وجود دارن که فرض بکنیم برای ازدواج هاشون بدون آخوند اصلا نمیشه. یعنی چی؟ یعنی این رابطه روانی که چه خواسته و چه ناخواسته امروز بین مردم، و این پارادوکس که ضد آخوند هستند ولی ناخودآگاه در مراسم ختم باید آخوند وجود داشته باشه. پس ما بیشتر مشکل فرهنگی داریم. چرا در مصر میشه؟ چرا در تونس میشه؟ چرا در کشورهای دیگه میشه؟ چرا در ونزوئلا میشه ولی در ایران نمیشه؟ به نظر من این جنبه دینی که ما امروز اشتباه میکنیم بین حکومت جمهوری اسلامی و رابطه دینی، ما هنوز از این رابطه گذار نکردیم. با اینکه جمهوری اسلامی رو پوش میدیم، ناسزا میگوییم، زیر سوال میبریم، مردم هنوز رها از دین نشدن، و این جمهوری چون اسلامی هست مردم در تضادند، نمیدونند آیا بر علیه جمهوری اسلامی باشند یا بر علیه دین. برای مردم امروز شورش کردن بین حکومت
و شورش بین دین کاملا داره اشتباه میشه و مردم تردید میکنن و به خیابان ها نمیان با تمام نارضایتی. بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز. در طی برنامه صفحات خانم دکتر بهیه جیلانی رو روی فیسبوک نشون دادم، میتونید با ایشون در تماس باشید. امیدوارم بتونیم به طور مداوم هفتگی شما رو داشته باشیم. ضمناً اگر برنامه‌ای رو که در رادیوهای مختلف دارید مایل هستید که پخش کنید اینجا، برای من به اصطلاح لینکش رو بفرستید، من این کار رو انجام میدم. خیلی ممنون که با ما بودید. اگر بازم صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه از شما خداحافظی کنیم و به امید دیدارتون باشیم. امید دیدار، امیدوارم که در روزهای آتی خبرهای خوب داشته باشیم و اینکه مردم بالاخره تصمیمشون رو با خودشون گرفته باشن. بسیار ممنون، به امید دیدار. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. شما همچنین، وقتتون بخیر. مرسی. خب با خانم دکتر بهیه جیلانی بودیم از پاریس و آقای کاووسی هم بعد از مدت ها آمد و میگه که خانم شما اشتباه میکنی، به اصطلاح اگر شما نمیدونی خب از سیاست کناره گیری کن و بذار یکی که میدونه بیاد جلو. سعید جان، ایشون گفت شما اسم دو نفر رو که فکر میکنید میدونن از سیاست یا میتونید به عنوان اپوزیسیون روشون حساب کنید، لطف کنید اینجا بنویسید تا بعد ببینید چه افراد دیگه ای میان و به شما اعتراض میکنن که ای بابا شما دیگه چقدر از قافله عمر عقب هستی. در صورت این مصاحبه های آقا رضا پهلوی و با تبرزدی و افراد گوناگون مثل این میمونه که منی که از سیاست بی اطلاع بودم از همه اینها چند قدم جلوتر بودم. من سال دومی که رسیدم آمریکا، یعنی 86 رسیدم اینجا، 87 بهارش سیزده به ده، به این آقای رضا پهلوی گفتم آقا شما شاه هستی یا نیستی؟ خیلی جمله سوال کوتاه ساده، شما شاه هستی یا نیستی؟ سه بار این سوال رو در طی 20 سال گذشته بود، نمیدونم 30 سال گذشته انجام دادم. ویدیوهاش روی یوتیوب هست، شما اسم رضا پهلوی رو بنویسید فاصله سوربی یا بنویسید سوربی فاصله رضا پهلوی، ویدیوها رو نگاه کنید و ببینید که رضا پهلوی حتی دهانش خشک میشه و مجبور میشه یک لیوان آبی برداره و بنوشه فکر کنه. میدونید آدمایی که میخوان دروغ بگن، میخوان یه جمله‌ای رو بسازن، دنبال وقت میگردن. یکی از اون روش‌ها اینه که شما لیوان آب برداری، بسم الله، نمیخواستم دروغ بگم ولی تشنم، بنوشی و فکر کنی. یکی دیگه اینه که سوال طرف رو تکرار کنید، بگید شما سوالتون چی بود، یا اگه سوالش رو میدونید ولی دنبال جواب میگردید بهش بگید که اگر منظور شما اینه، با همین یه جمله اون وقت شروع کنید ببریدش تو کوچه نمیدونم علی چپ، نمیدونم کوچه راست، هرچی. و این آقا میخواد جزو شما، نمیتونی جز به همه گروه ها باشی، بعد بگی جز به هیچ گروهی هم نیستم. یعنی حتی جبهه ملی که اعلام میکنه همه میتونی بیان داخلش، باز خود طرف علم میگه من جز جبهه ملی هستم. این آقا رضا از روز اول که دست چپ و راست شناخت، چون میدونست مرد عمل نیست برای این کار، یعنی اگر تبرزدی یه حرف درست میزنه اینه که آقا تو که نمیتونی بیای با فرشگرد بشینی، با ققنوس بشینی، با اقیانوس بشینی، بعد بیا با منم بشینی صحبت کنی. ولی خانم جیلانی خیلی قشنگ توضیح دادن که این تبرزدی که الان فکر میکنه، میگم اصلا نوشته، بذارید براتون بخونم ببینید اینا مثل که مالی خولیا واقعا ورشون داشته. اجازه بدید من این صفحه رو بیارم که شما ببینید. یک لحظه اینو ببندم و کامرای 3، این صفحه خود تبرزدی، بذارید براتون بذارم، یه تبلیغ مجانی هم باشه برای ایشون، بلکه دو سه تا زن دیگه هم بگیره بشناسنش بیشتر. و
نوشته که دست نوشته های حشمت الله تبرزدی، شماره 7 ماهنامه بهار جاودانه، مصاحبه با حشمت الله تبرزدی، پیامی از شما به تبرزدی. این همه چی نوشتیم و این چی دیگه. پاسخ گزارش گونه ای، خب هشتگ تبرزدی به مصاحبه هشتگ رضا پهلوی و اعلامیه هشتگ ایرانیان. ما ایرانی ها همین هشتگ کم داشتیم که به این خشتک اپوزیسیون هم اضافه کنیم درست بشه. خب اخیراً آقای رضا پهلوی و شهرام همایون در گفتگوی یک طرفه مطالبی درباره جلسه مشترک من و رضا پهلوی منتشر کردند و به دنبال تشکل نوبنیاد ایران یاران اعلامیه صادر کرد که کاملا یک طرفه و علیه من بود. نمیدانم چرا باید برخلاف مصلحت مبارزات کنونی، کدوم مبارزات، و در این شرایط حساس بخواهند موجبات تضعیف یک مبارز در درون مرز را به وجود آورند. من پوزه دیکتاتور حاکم آن هم در زیر سرنیزه را به خاک مالیدن. بی خود نیست خانم جیلانی از پاریس نوشت زرشت. حالا میخواهند یک دیکتاتور جدید برای ما باز تولید کنند؟ نه خیر، ما طالب یک اعلی حضرت دیگر نیستیم. خب یکی بهش میگه مردک نادان، تو نمیدونستی که این تو خونه بهش میگن اعلی حضرت، بهش میگن رضا شاه دوم؟ اگه میدونستی پس تو هم دنبال اسم و 15 دقیقه معروفیت بودی که آمدی با اینا نشستی صحبت کردی. اگه نمیدونستی به قول این سعید کابوسی، برو آقا بذار یه نفر دیگه که میدونه بیا جلو. این که من به رضا پهلوی گفتم مسئولیت پذیر باش و از زیر بار پاسخگویی فرار نکن حرف بدی است. مگر می شود یک نفر در یک مصاحبه از یک سو بگوید من نمیخواهم در هیچ کاری دخالت کنم، اما در همان زمان ققنوس را اعلام کند و بگوید برای 5 سال آینده ایران در همه زمینه ها مطالعه و برنامه ریزی می کند. او خودش را نماد ملی می داند و از حالا برای آینده ما تصمیم می گیرد و نقش خود در اپوزیسیون را جنبه راهنمایی و ارشادگری دانسته و می گوید فقط رهنمود می دهد. گویا ما صغیر هستیم. این قسمتش هم باز درست می گید. مصاحبه ای را که بعدن با اومدن ماسمالی کنند با همایون انجام میده، اصلا این فکر میکنه که این واقعا حالا دیگه پادشاه هم، نه پادشاهی مثل باباش و پدر بزرگش، پادشاه واقعا چی بهش میگن، همون نشسته کنار، میگه خب من اگر میبینم یه نفر یه گروهی یه سازمان کاری درستی میکنه من تشویقشون میکنم. آقا اصلا این تشویق تو چه دردی رو دوا میکنه؟ آیا تشویق تو $100,000 پول بهشون میدی، $1,000,000 بهشون پول میدی که برن خرج کنن؟ آخه به حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه. در هر صورت روزگار غریبیش نازنین. من تا الان که با شما هستم از آقای امیر حسین لادن خبری دریافت نکردم، ولی امروز صبح نوشتم که برنامه ها 1 ساعت زودتر آغاز میشه. ساعت اول سوربی با مردم، ساعت دوم خانم دکتر بهیه جیلانی با شما خواهند بود که بودن، و این برنامه ها رو تو 1-2 ساعت دیگه در یوتیوب هم میتونید تماشا کنید. حسن یوتیوب و فیسبوک اینه که در هر زمانی از هر جای دنیا میتونید شما این برنامه رو نگاه کنید. حسن دیگه اینه که مثل VCR میتونید ببرید عقب بیارید جلو، اگر کسی حرفی زده باشه دروغی گفته باشه مچگیری کنید. و اما آقای مانی هم آمدن، درود سلام و سپاس و هلو. ما هم که اتفاقا دیروز داشتم میومدم، گفتم من اون روز که به دوستم گفتم آقا تو خونه به همسرت به بچه هات میگی سلام یا میگی درود، یادم افتاد که الان ما چندین ساله ما به بچه هامون هم میگیم هلو. وقتی از خونه از بیرون میایم بیرون والا به همسرمون هم میگیم هلو. یعنی دیگه اصلا سلام ما عوض شد رفت. اون هادی خورسندی گفت که سلامم شد هلو، جمعه هم یه شنبه شد، نونم برد شد و آبم واتر شد. حتما برید بخونید و لذت ببرید. در صورت دوستان عزیز بذارید حالا تا دوستان بیان این چیزایی رو که من اینجا گذاشتم و وقت نکرده بودم براتون بخونم. اگر هم آقای لادن نتونستن امروز با ما باشن،
این ویدیوهایی دارم اونها رو بهتون نشون بدم. و اما میگه که بله، گم شدن حدود 1000 رز گوسفند زنده در فرودگاه. گوسفندها کجا رفتن؟ میگه فرارو نوشته قاچاق دام این روزها کلی سر صدا به پا کرده. هر کس در مورد گرانی گوشت صحبت میکنند، یکی از تقصیرها را گردن قاچاق دام به خارج کشور میاندازند و افزایش آمار قاچاق را عامل گران شدن گوشت میدانند. اگر بخواهیم با یک حساب و کتاب ساده ببینیم امسال قاچاق دام چه تأثیری در گران شدن گوشت داشته، باید سراغ آمار قاچاق برویم که نشان میده در 9 ماه اول امسال حدود 675,000 رأس دام به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است. و خیلی جالبه، به صورت غیرقانونی، ولی دیگه گوسفندا هم سوار هواپیما میشن، با هواپیما میفرستنشون خارج. خب خانم دکتر سپهرار هم آمدن، من به ایشون سلام میکنم، ممنون و متشکرم. و ایشون هم نظرش درباره آقای تبرزدی اینه: این آقای تبرزدی خیلی خود را جدی گرفته و مردم را فول حساب کرده. فول حساب کرده همون یعنی مردم را دست کم گرفته، احمق حساب کرده. بیانیه هم میده، من وقتی که نیم من هم نیست. دورش را نگاه کنید چه کسانی دورش هستن. حالا یه چیزی خانم جیلانی گفت خیلی جالبه، ایشون ادعا داره چند ساله، چون کار که نمیکنه، مخارج خونه و مادر و زن و بچه هاش رو مردمی که طرفدار این هستن میدن. شما به من بگو، اگر تازه فرض کنیم که مردم کمک میکنن، همین باز یه برگ برنده برای آخوندها نیست که بگه آقا نگاه کن، تازه اینم که اومده میخواست ما رو فرو ریزی و نمیدونم برانداز کنه، انداختیمش زندان، برای مردم میتونن از حمایت کنن. مگر اینکه خود آخوندا که خانم جیلانی گفت بی پولم نیستن، پول خرج میکنن، میگن شما کمپوزیسیون میخوای؟ بفرما چه رقمشی میخوای؟ یادتون زمان شاه میگفت حزب میخوای؟ یکی کمه؟ خب ایران نوینم باز کن، دوتا زیادتونه ببندش، رستاخیز رو باز کن. اینا رو خود دولت یا اون مثال هایی که میزنن که انگلستان برای خودشون مخالف درست میکنن، بهش حقوق میدن، میگن تو 80% برخلاف ما بگو، 20% برای ما بگو. تازه این روزا که اینجوریه که آقا تو 80% 100% برخلاف من بگو، ببینم کی با تو هم صدا هست، من بشناسمشون. این تظاهراتی که میذارن آقا جنبش ما هستیم بیاین بیرون، جنبش ما رفتیم ولی هستیم بیاین بیرون، یکی یکی عکس و نمیدونم شناسایی و اینا، بعد یکی یکی مکافات دنبالشون میگیرن، یقهشون میگیرن هر روزی که بخوان. یادم میافته به جشنای 2500 ساله قبلش راه افتادن آدمای، اونا میگفتن آدمای شرور، ولی خیلی هم آدمای معمولی رو گرفتن، گفتن اینا باید زندان باشن تا بعد از جشن ها. باورتون میشه توی مملکتی که ادعا میکنه، مملکتی که ادعا میکنه به اصطلاح اینقدر پیشرفته است، 7000 سال 10000 سال قدمت داره، به خاطر یه جشن بی خود بی اساس بیاد مردم خودشو بندازه زندان، برای خودش دشمن درست کنه که بعدم آبروشو اونجوری بردن. اون شمس‌آباد استان فارس، همون دو قدمی تخت جمشید، طرف اتفاق فرانسوی هم بود فکر کنم، رفت گفت این چادرای طلایی و اینا رو شما نگاه نکن، بیا اینجا نگاه کن که بچهه داره توی پشکل مرغ، میگن چی میگن، داره بازی میکنه. عکس گرفت، آبروی شاه رو برد. و همون جشن 2500 ساله تیشه تیز و تندی بود که شاه به ریشه خودش زد. خب دوستان عزیز، این هم از گم شدن حدود 1000 رأس گوسفند. من برای این دوستمون نوشتم آقا نگران نباش، گوسفند زیاده، حالا ببینیم چی میشه. و اما یک دوستی از طریق گوگل وایس برای من یه چیزی فرستاده از بی بی سی، نماینده مجلس ایران گفت
کشور نباید بیش از یک دولت داشته باشد. به قول خانم جیلانی زرشت، این آمریکا به این آمریکاییش، کشورهای اروپایی به اون اروپاییشون همیشه میگن دو سه تا دولت شادو گورنمنت، یعنی دولت‌های سایه، یا یکی دیگه هست دیپ استیت، که اون دیپ استیت که دیگه همون چیزی که باور داریم یه افرادی از اون بالا، اینا پاپتن، اینا عروسکایی هستن که نخشون بسته شده به دست اون قدرت، و بعضیا میگن 300 نفرن، بعضیا میگن فراماسون‌ها هستن، من نمیدونم، شما خودتون میتونید تحقیق کنید و نظر بدید. میگه یک نماینده مجلس ایران جلوگیری از مراسم تشییع پوران شریعت رضوی در حسین ارشاد را کار افراد خودسر ندانسته و گفته است افرادی که جلوی این مراسم را گرفتند از جاهایی دستور میگیرند. خب تو نماینده مردم هستی، برو دنبالش ببین از کجا کی دستور داده، بعد بیا به مردم بگو. البته وقتی که به مجلس اونی که شاه بود میگفت طویله، اون دومی که سوئیس رفته بود خودش نماینده را جا به جا میکرد، آقای انصاری میگه من نشسته بودم این علم و هویدا و اینا دعواشون بود، سر کی سناتور بشه، سر کی، سر چه کسی نماینده مجلس بشه، و اون برنامه ها بود که امروز به اینجا رسیدیم. و باز چقدر قشنگ گفت خانم جیلانی، گفت اگر اون روز بختیار رو کشتن برای این بود که هیچ کسی تو آب نمک نباشه، برای امروزی که اگر به شما بگن اسم دو نفر، دو گروه، دو تا برانداز، دو تا اپوزیسیون رو بگو، شما نمیتونی اسم این دو نفر رو بنویسی، چون بلا فاصله یا همین سوربی یا یکی دیگه میاد میگه آقا اینا که تا حالا چه غلطی کردن. در هر صورت اینم از این ماجرا، بریم صفحه بعد ببینیم اونجا براتون چی نوشت. اینجا هم میگه که نماینده، بله این دوبار بود، ما دوبار فرستادیمش اینجا، این دوست ما هم روی وایس میل یا تکست میفرسته، هم روی فیسبوک میفرسته. بله میگه آقای خسرو خسروانی، نخستین سفیر ایران پس از تجدید روابط در سال 1972 آمد بیروت. سر شام حرفی زد که من هرگز فراموش نکردم. آقای خسروانی گفت، این دوستمون از خلیج فارس نوشته، آقای خسروانی گفت دلم میخواد نقشه کشورها را از حدودشون، از اون مرزشون قیچی کنم، بعد ایران را وسط قرار دهم، در شمال کانادا و در جنوب استرالیا، در شرق اتریش و در غرب سوئیس و سوئد را بگذارم. این فیلم را ببین، شاید دنبال برآوردن آرزوی نشدنی برویم. اولا این سفیر ایران اینو نباید تو بیروت به شما میگفت، اینو باید توی ایران به شاه میگفت، میگفت منی که رفتم بیروت دیدم، منی که رفتم خارج دیدم، آقا این چه کشور افتضاحیه، مسخره کردی. بعدم حالا شما میگید همسایه‌ها بد بودن یا خوب بودن، ما که هرچی میفهمیم از این دوستان شاه اللهی، میگن اون موقع ایران بهشت برین بوده، این ورش هم هون بوده، اون ورش هم نمیدونم کلمی ها چی میگن به بهشت، اون بوده، اون ورش هم اون بوده، همه بهشت، اصلا بهشت آلود بود. ولی این فیلم رو با هم نگاه کنیم، جالبه برای روز جمعه یک کمی بخندیم. بذارید من صفحهشو بیارم. این آقا چه جستی هم میگیره میخواد بخونه. فرخ جون ببین، خوانندگی رو شما باید از اینا یاد میگرفتی، بی خود عمرتو تلف کردی. بیا بذار اینم خاموش کنم. کامرای سه بفهم. باز رفتی که ببخشید، این باید یکم تبلیغ نشون بده. اسکیپ پس اسکیپ میکنی یه چی دیگه میاد. آها این رفته روی یک، فهمیدم اشتباه از من بوده دوست، ببخشید. اینه
آقای ترامپ میخواد به اینا نیروگاه های اتمی بده و حالا دیگه ببینید بعد چه خواهد شد وقتی که اینا دسترسی پیدا کنن به نیروی اتم و به اصطلاح بمب اتم و اینها. و اون آقای خسروانی، من اتفاقا با یه خسروانی مال کازرون هم کلاس بودم، نمیدونم این آقای خسرو خسروانی اگه زنده است دوست عزیز بگو که گیرم که ایرانم بردی گذاشتی بغل سوئد و سوئیس و فلان اینها. اون ضرب المثلی که میگن که شما گاوباز رو، پسر گاوباز رو میتونی از ده بیاری بیرون ولی ده رو از کلش نمیتونی ببری بیرون، یادت باشه. خانم فخری سپهرار میگن که بد به حال ایرانی های بدبختی که خارج از کشور دشمن از دوست بیشتر داری، دشمن بیشتر از دوست داری، به ما هم راه نشان بدهن. این مبارزان که بیشتر مبارزی برای پول هستن، چطور آمریکا بهشون پول میده؟ ما هم یاد بگیریم. این جمله آخرتون درسته، گرچه دزدی هم باید توی ژن آدم باشه، این قسمتش هست خانم. و الا شما 200 نفر اسم بنویس، 500 نفر اسم بنویس، یه صفحه باز کن بیا وایس اینجا دم مجلس و تا خونه فرخ 20 دقیقه است، بیا وایس دم مجلس یکی از این ازگلای بیکار که میره بهش نشون بده بگم اینا من اینا رو دارم، یه پولی بگی با هم دیگه پول براتون میگیرن. ولی باید اول خودتون اون خودفروش بودن رو به خودتون ثابت کرده باشید تا حاضر بشید برید این کار رو انجام بدید. فکر نمی کنم شما بتونی این کار رو انجام بدی، از من این کار بر نمیاد. بذارید ببینم، نه آقای لادن نیستن امروز، امیدواریم که هر جا هستن خوب و خوش و سالم و سلامت باشن. و اما آقای علی سلطانی هم یک عکسی برای ما فرستادن که مناسب برنامه نیست، میگه که اونجا رو هم به بدبختی میکشیدیم. سعید کاووسی میگه آقا گیرم تو نقشه رو قیچی کردی بردی گذاشتی اینجا، اونجا رو ما گند میزدیم و به بدبختی میکشوندیمش. خب بریم باز این صفحه‌ای که گذاشتیم تا امروز بخونیم برای شما و میدیا رو گفتم، این دوتا رو نشون دادم، آرزو بله آقای خسروانی رو هم گفتم که آرزوشون این بوده. و اما نخست وزیر همجنسگرای سربستان صاحب فرزند شد. آنا برنانیچ نخست وزیر همجنسگرای سربستان از شریک زندگی خود بچه دار شده است. دو ماه و نیم بعد از فرود اضطراری در شیراز هواپیمای نروژی ایران را ترک کرد. در آستانه سفر بن سلمان به چین، پکن به حفظ رابطه نزدیک با ایران تأکید کرد. جهش 10% دلار در بازار تهران، رئیس کل بانک مرکزی گفت دولت مقصر است. اینم از این. و این بن سلمان هم چند روز پیش رفت تو پاکستان، یه درشکه آورده بودن اینو می بردن، یکی نوشته بود ببینید با این درشکه درب و داغون دارن براش گل ریزان می کنن. البته دوستی که نوشته بود کم لطفی کرده بود، حالا این پاکستانی ها برید خلاص زور خودشون زده بودن این درشکه رو درست کرده بودن به نحوی که به اصطلاح چی میگن مچ بشه، ردیف بشه با این مراسم. میگن که وقت خندیدن، اینم یه جوک فرستاده دوستمون، ممنونم. میگه امروز با سر و صدای مامان و بابام از خواب پریدم، رفتم بیرون میپرسم چی شده، بابام میگه من دیشب خواب دیدم یه زن دیگه گرفتم، واسه مامان تعریف کردم، حالا به زور به من میگه بخواب این زنه رو طلاق بده، بخواب که همون خواب رو ببینی زنه رو طلاق بده. این منو یاده یه فیلمی بود اینجا، همین بیل کازبی که گرفتن گفتن 40-50 تا زن، اینا کسایی بودن که آمدن جلو، اونایی که این ازشون سوء استفاده کرده و رفتن شغلی گرفتن و صداشون در نمیاد بمانه. این آقای بیل کازبی که کمدین بود و یه جوری پدر آمریکایی‌ها، چون فیلمی که داشت اون دکتر هاکس بلو اینها پدر آمریکایی‌ها خونده میشد، این یه دفعه
توی رخت خواب شب نشون دادن با همسرش که توی رخت خواب بعض وقتا میشینن تلویزیون نگاه میکنن صحبت میکنن، و همسرش گفت که راستی من اگر مردم تو ازدواج کن، تنها نباش و اینا. همسره گفت نه من همچین کاری نمیکنم، من تو رو خیلی دوست دارم اینا، ولی من اگه مردم، همسرش گفت به بیل کازبی، من اگه مردم تو ازدواج کن. گفت نه خب منم ازدواج نمیکنم. گفت نه تو عادت داری نمیتونی تنهایی زندگی کنی و اینها. بعد گفت خب باشه، حالا که خیلی اصرار میکنی ازدواج میکنم. خانمش شروع کرد زد تو سرش با بالش و اینها که تو میخوای من بمیرم بری ازدواج کنی. گفت من نمیخوام تو بمیری، نمیخوام ازدواج کنم، تو خودت گفتی. این مواظب باشید وقتی همسرتون یک سوالی رو عنوان میکنه، ممکنه سوالها پرت کننده باشه، نه چیزی پرت بشه، شما پرت بشی از بالای زندگی به اون پایین. خب آقای فرزاد نیساری هم آمد، ما باز دنبال اون شعر میگشتیم. آقای نیساری چی بر گزیده تر برد کالا چراغ دزد که دزدی که با چراغ آید، یه چیز اینجوری بود. گفتم این ترامپ شارلاتان دزدیه که با چراغ آمده و قشنگ علنی جلو مردم دزدی میکنه و دیگه مردم عادت کردن و جرم و جنایاتش دیگه از حد گذشته. 20 تا پرونده داره که پرونده هستن. امروز هم که قرار مجلس این امرجنسی سیچویشن یا وضعیت اضطراری رو از بین ببره، میگه که هر ننه قمری نمیتونه این کار بکنه، ببینیم چی میشه. بله میگه که من هی گفتم به برادرهام ما هم برادر خواهر میشدیم، جکسون 5 برای خودمون معروف هم شده بودیم. نه خانم، ببین بدبختا چه سرنوشتی. اونی که از همشون بیشتر وقت گذاشت، بیشتر عمر گذاشت، بیشتر صدمه دید، سر 50 سالگیش فوت شد، خود مایکل جکسون. حالا پدرش، مادرش، پدرش که اینجا متهم کردن که ابیوز میکرده، بچه ها رو آزار میداده، برادراش، خواهرش. نه خانم، بعضی وقتا واقعا آدم معروف نباشه و همینجوری زندگی خوب و آرامی داشته باشه از همه چیز بهتره. اینم از این ماجرا. در هر صورت فرح دیبا یک مقاله رو بی بی سی نوشته بود دیروز، دو روز پیش، 20 فوریه من دیروز دیدم. فیروز شیروانلو از اتهام ترور محمد رضا شاه تا شنل کانون فکری کودکان و نوجوانان. والا ما نمیدونیم این آقای محمد رضا شاه چند بار ترور شده که هر کیو میگیرن از گل سرخی گرفته تا خانم شکوه میرزادگی گرفته، هر کور و کچلی رو میگن این میخواسته شاه رو ترور کنه. حالا این آقا میگه که، ولی خیلی جالبه وقتی این مقاله رو خوندم، میرسی به جایی که کسی که متهم بوده به ترور شاه، کسی که رفته زندان، این فرح دیبا که آغازگر انقلاب بود، این فرح دیبا که مادر همه آخوندهاست، اینو آورده بوده و در دفتر فرح کار میکرده. در دفتر فرح هم شما وقتی کار میکردی، یعنی یه چند تا چیزهای فرهنگی زیر دستته، از جمله کانون پرورش فکری کودکان که اولین کتابخونه‌ای که من تو شیراز رفتم ثبت نام کردم مال همین کانون پرورش فکری کودکان بود، به جایی که بریم کتابخونه ملی ثبت نام کنیم، دور بود، این ثبت نام کردیم. هیچ وقت هم هیچی اونجا نبود، ثبت نام کردیم برای ویالون، ثبت نام کردیم برای سینما، هیچ کدومش عملی نشد. ولی میگه علی اکبر صادقی و فیروز شیروانلو. فیروز شیروانلو از آن جانهای شیفته‌ای بود که در چند دهه اخیر کمتر نظیرش را یافتیم. چه سخت کوش بود و چه پرتاقت، جدی بود بیان که عبوس باشد، آرام بود اما چه در تلاطم، پرشور، بلند بالا بود و آراسته و مطمئن به نفس علمی که در سینه داشت. از اسلاف آنان بود که نیتی دارند و به دنیا آمدند تا کاری را به انجام برسانند. حتما ایشون هم مانند امام خامنه‌ای وقتی آمده دنیا، میگن از مادرش که اومده بیرون گفته یا علی مدد، حالا لابد این آقای شیروانلو هم وقتی آمده بیرون گفته یا کانون فکری کودکان.
میگه نکنه ترامپ از رضا قلدر سرمشق گرفته که روز روشن مال مردم میخوره. دقیقا سوربی کاکو ترور نیست، یک ر اضافی داره. کی کجا نوشتم من ترور؟ آهان تر زدن. بله، میگه که سرخ‌های زرد. فیروز شیرمانلو که به عنوان یکی از معماران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نام برده و یاد می‌شود، یکی از افراد این نسل بود که آیدین آقداشلو در سوگش چنین نوشته است. شیرمانلو که متولد 1317 در مشهد بود، برای ادامه تحصیل در اواخر دهه 30 به لیدز انگلستان رفت و آنجا بود. لیدز درست میگم؟ که با جوانان مارکسیستی که از شوروی روگردان و به چین متمایل شده بودند، از جمله محسن رضوانی و پرویز نیکخواه آشنا شد. آن سالهای اوج اختلاف چین و روسیه در اردوگاه سرخ بود و بسیاری از مارکسیست ها با توجه به سرنوشت حزب توده از شوروی روگردان شده و حزب کمونیست برادر را در شرق آسیا می جستند. نگاهی که در آغاز به پکن چشم دوخت و در انتها به تیرانا و حزب کمونیست آلبانی ختم شد. شیروانلو تا دبیرکلی اتحادیه دانشجویان انگلستان پیش رفت و قبل از بازگشت به تهران در سال 1344 شخصیت شناخته شده‌ای در کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی بود که در روزهای اوجش در تمامی کشورهای غربی علیه شاه فعالیتی گسترده داشت. نگاه کنید روزنامه اطلاعات: اسرار توطئه کاخ مرمر فاش شد. توطئه کنندگان احمد کامرانی، مهندس منصوری، مهندس پرویز نیکخواه، مهندس منصورپور کاشانی، فیروز شیروانلو، مهندس رسولی، مهندس رضوی و ثابتیان. این نیکخواه، یه نیکخواه هم نداشتیم که وزیر بود. خوبه دیگه، هر کی میخواد شغل بگیره بیاد ترور کنه بهش شغل بدی، ترور کنه شغل بگی. و اما میگن که خانم دکتر سپهرار میگه ما آدم ها به هر چیزی عادت میکنیم، به بدبختی، به خوشبختی، به زندان آزادی. وقتی عادت تبدیل به رفتار میشود و بعد وقتی عادت تبدیل به رفتار میشود و بعد میشود شخصیت، که به صورت دایره در ما هست، تا خود فرد یا به کمک آن دایره را بشکن یا خود فرد یا به کمک دیگر آن دایره را بشکند. متاسفانه شرایط ایران الان این است. ای وای بر ما. بله، خب میایم پایین تر همین مقاله را ادامه بدیم. ترور محمد رضا پهلوی، فیروز شیروانلو پس از بازگشت به ایران در انتشارات فرانکلین به عنوان مدیر هنری مشغول به کار شد. همزمان به همراه نیکخواه و تعدادی دیگر از منتقدان حکومت پهلوی به مطالعه و تحقیق درباره چگونگی آغاز جنبش فراگیر. ببین اگه شاه بلد بود مثل آقای تبرزدی میذاشت مصاحبه کنن اینا با خارج از کشور. بله، آقای اکبری هم میگه نیکخواه خودشه. خب اون یکی شد وزیر، این یکی شد مدیر کل نمیدونم کانون پرورش فکری. خب آقای اکبری، من و تو اشتباه کردیم رفتیم سربازی، تو پادگان شماره 4 بودی، من هوابر بودم یا زرهی بود، کجا بودی، یه چیز گفت اشتباه کردیم. آقا با هم میرفتیم میگفتیم میخوایم یک ننه قبری رو ترور کنیم، اونا هم از ترسشون میمدن میگفتن. همین آقای دکتر گنجی شما سابقش که میخونی میگه که من دو تا مصاحبه با یا سه تا مصاحبه کردم، یکی به انگلیسی بود برای کتابش بود، هیچ وقت نوارشو به من ندادن. و ببخشید من اینو خاموش کنم این روشن باشه. بعد دکتر گنجی یکی از فعالین جبهه ملی و طرفدار مصدق و اینها بوده، ولی گویا فامیل دور فرع بوده، بهش پیغام میدن که آقا خلی بدبختان بیا از این سفره که پهنه بخور، از این کلاه یه نمدی برات بسازیم. و چه نمدی براش ساختن؟ کسی که بعدم که انقلاب شد وقتی آمریکا پول ایران رو فریز کرد، این آقا رفت شکایت کرد که آقا انقلاب خونه من گرفته و این و اینا، پولا رو گرفت برای دختراش مخصوصا برای این خانم رکسانا گنجی خونه خرید. بعد رکسانا گفت بابا یه آپارتمان فقط دار. خب نیکا هم خودشه. اینم از این. بریم ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم. ما امروز چون آقای لادن هم نیامد، ممکنه زودتر برنامه رو ببندیم و بریم. میگه آقای انصاری عزیز،
از اینکه مرا با آقای دهباشی توسط ارسال فیلمشان آشنا کردید متشکرم. از تاریخ کسی نمیخواهد یاد بگیرد. اگر این طور بود همه امور تکرار نمیشد. عدم علاقه به بحث و دانستن، عدم آشنایی به کمبود دانش خیش، عدم آشنایی به محیط و انسانها و وسایل و ابزار کار بر شاه مصیبتی تکراری آورد. اکنون همین اشتباه های شاه را شاهزاده در عربستان مو به مو تکرار را اجرا می کند. در فرهنگ ما کلمه نمیدانم وجود ندارد. بازم تشکر، شاد و تندرست باشید. آقای انصاری هم یه وقت بیاد چندین سوال دوستان پرسیدن، بپرسیم از ایشون. یک نمونه از مقاومت منفی من ببینم این چیه، ویدیو رو یادم بیاد نشون بدیم یا ندیم. یک لحظه طول میکشه تا ویدیو باز بشه. آها این جالبه، این یکی هم نیست، چند تا ویدیو به این صورت درست کردن ایران برای 40مین سال انقلاب فرستادن. این یکی رو با هم دیگه تماشا کنیم. این دوست ما میگه این به اصطلاح مبارزه منفی است. میدونه که مبارزه منفی رو از زمان مصدق گفته بودن، یا حتی در معاملات یه چیزی دارن به نام، الان یادم رفته، ولی یه چیزی منفی. حالا گوش کنید و ببینید. به خنده روی دشمن مخور فریب ای دوست، که برق خنده زنان سو آشیانه ما. والا بلا شما هر چی میخواین بگین، همینا رو آخوندا استفاده میکنن، میگن آقا ببین چه ایران آزاده. چهار تا کارگر هم حتی میتونن ما رو مسخره کنن، مثل شان نمیان اینا رو فوری بگیرن اینا رو معروف کنن. این فیلمه یه هفته دور میزنه میره، ولی شاه اینا رو میگیره، غلط کردی اینو گفتی، ببرش بیارش. اونم میرفت تو ساواک و تو نمیدونم فلان، با چهار تا دیگه آشنا میشد، فکر میکردن که یه پخی هستن. خب ببینیم چیه. اینجا داشته باشین. این یکی چیه؟ آده. بله اینم جالبه. یادتونه من اون روز گفتم که این شهر قصه رو حتما ببینید. حالا این دوستمون اینو فرستاده، میگه آقا تو به من بگو که تو آدمی من الاغ. گفتم بلا نسبت. گفت نه آقا این فیلم رو ببین. گفتیم چشم با هم ببینیم. تو آدم من خدا، فالم من خدا، هر کی با هر تفکر حسد ریا تکبر، نجیزی بگی حال میاد نقد کنی میشه دل خواهد. من که دایی ندارم یه سرم خرمیرم خرمیرم من دنیا، تویی که آدمی نشته به عالمی درست توی کمی تو دنیا. تردید تاریخ خود که نگاه میکنی میبینی، تکرار ادبار میبینی، یاد نمیگیری خنده اینی واتس اپ بینا وای بیر ما وای بر بنا وای بر اینا وای بر ما. درست بر وزن همون چیزا شهر قصه. دوستان شهر قصه رو یک نگاه جدید، یعنی شما این بار که میبینینش حالا که سن سالمون بالا رفته، ببینید که چیه. میگه صدا شبیه بیژن مفید شهر قصه است. بله چون بر وزن اون میخونن خود به خود اون صدا تداعی میشه. باورتون میشه آخوندا آمدن سرود ای ایران رو درست کرده، شعرش عوض کرده گذاشته. یعنی دیگه اینا هیچ حد و مرزی برای خودشون قائل نیستن و میگه شما سرود ای ایران میخوان، ای ایران ای مرز پرگوهر، شما اینجوری کن من برات آهنگ برات شعرش عوض میکنم. یه نفر برای من بفرسته اونو، چون نمیدونم کجاست پیداش کنم، ولی
میدونم که یکی از دوستان فرستاد و من هم برای چند تا از دوستان فرستادم. و اما ببینیم الجزیره چی میگه. الجزیره توی آمریکا الان نمیذارن نشون بده. همونی که این خانم نامزد جمال قاشقچی به کشورهای اروپایی پیشنهاد کرده که شما هیومن رایت و حقوق بشر رو در بالای چیز قرار بدین و گفتم باشه بشین تا این کار انجام بدین. کشورهای اروپایی هم داره کم کم از کشورهای میدل ایست و اینها چی میگیره. راستی بهتون اون روز گفتم یا نگفتم یک دختری سال 2012 این تبلیغایی که آیسیس میکرد و روی یوتیوب و روی اینها اینا معمولا تو خانواده هاشون اذیت میشن فنا بلند میشه میره سوریه، بعد که میره سوریه با آیسیس میپیونده و سه تا شوهر تا حالا داشته که دو تاش کشته شدن، این یکی آخری نمیدونه اسیر گم شده اینها، ولی از این آخری یه بچه گیرش اومده. حالا که بچه گیرش اومده فهمیده دنیا اون دنیای آیسیس نیست و این مهر و محبت و عشق مادری بهش گفته که بیچاره بلند شو بچت بردار برو آمریکا، حتی اگه قرار اونجا زندان بری. ولی ترامپ شالاتان میگه این نباید بیاد آمریکا. شما اینو داشته باش، این همون ترامپیه که چند روز قبلش به کشورهای اروپایی گفت این 800 تا آیسیسی که ما این ور اون ور دنیا گرفتیم و متعلق به اروپا هستن بیاین اینا رو بگیرین، مسئولیت با شماست. یعنی به اونا میگه این کارو بکنین. یعنی درست چی بود میگه واعظان کین جلوه بر در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن، این که خودش به اونا گفته بیان اینا رو بگیرید ببرید محاکمهشون کنید تو کشورهای خودشون، این دختره رو زنه رو میگه نه این نباید بیاد. حالا خانوادهش شکایت کردن، اینم یه شکایت جدید بر علیه ادمینستریشن یا حکومت چیست. بله میگه بریتانیا تابعیت دختر نوجوان عضو داعش را سلب میکند. یعنی اونا دیدن بهترین کار اینه بگه آقا این شما میگی تابعه انگلستانه، اوکی ما تابعیتش پس میگیریم. نباید اینجوری باشه، شما تابعیت جایی که دنیا اومدی، حالا ماهایی که آمریکایی نیستیم آمدیم نچرالیزه به اصطلاح از طریق اقامت سیتیزن شدیم، همونجا هم بهمون میگن شما یه جرمی بکنی اینو پس میگیرن و به همین دلیل هم از آمریکا ما رو هیچ وقت به عنوان آمریکایی قبول نداره. هیچ شما هم زرتی نگو من که آمریکایی هستم. همین که دو پاسپورتی رو قبول داره یعنی من شما رو 50% آمریکا قبول دارم. اگه سه پاسپورتی باشی، پاسپورت ایران رو داشته باشی، آلمان رو داشته باشی، آمریکا رو هم داشته باشی، یعنی شما رو 33% قبول داره. پس خیلی و این دل خوش نباشید که سه پاسپورت دارید، هرچی پاسپورت بیشتر سیتیزنشیپی کمتر. میگه که من شنیدم حالا یک شعر داشتیم آن را هم خراب کردن، دزدی فرهنگ بیچاره حسین گلگلا. بله فیسبوک بذارید ببینم ایشون فرستاد، اگه همینه پخش کنیم دوستان هم ببینن یا هرچی پخش نکنیم بهتره. یک لحظه بله. اولش هم می‌نویسه یا لطیف، این اسم خدا والا عجب خدای بخیلیه، هرچی اسم و شماره و اینها بوده هرچی میگی میگن این که اسم خداست، این که شماره خداست. اینه 3:47 ولی من یه دقیقهش بیشتر نمیتونم تحمل کنم. با هم گوش میدیم و ببینیم چه بلایی اینها دارن به سر اونا میارن. اون وقت اینجا هم آقا رضا نشسته با نمیدونم چی چیز دادن چه تبرزدی برای من و شما مصاحبه میکن.
ریتم و بر همون آهنگ اومدن به اصطلاح شعر سوار کرده و اون بیچاره بچه‌ای که الان جوونه اینو میشنوه نمیدونه که این سرود سرود ایران بوده و اینا وقتی که آخونده فتوا میده که چون اینها نفت ما رو بردن پس شما میتونین فیلماشون رو کپی کنین، شما میتونین گیماشون رو کپی کنین، شما میتونین دزدی کنین، شما میتونین قوانین اف بی آی رو هم زیر پا بذارید، اینم اینه. حالا حسین گلگلاب خوب که بیچاره مرده و نیست، زنده نیست، شاهد همچین چیزی باشه. خب ببینیم که برای شما اینجا چی گذاشتیم. بله خب دیگه آقای لادن خبری نشد، ما هم بریم سراغ نوشته های دیگه. اونم که براتون خوندم، بریتانیا تابعیت دختر نوجوان عضو داعش را سلب می کند. شمیمه بیگم در 15 سالگی به سوریه رفت و به داعش پیوست. او 3 بار حامله شده و هفته پیش بچه دار شد. این همینه که اینجا میگن آمریکاییه. این دیگه خیلی زبله که هم انگلیسیه هم آمریکاییه. اجازه بدیم بهتون نشون بدم. بله بریتانیا تابعیت این خانم رو سلب میکند. یک لحظه. البته این گفته که اگه من رو اجازه بدین بیام آمریکا، من میام توی اینترنت توی مدارس به بچه ها میگم که چجوری به اصطلاح گول داعش رو نخورن و به این سازمان های افراطی نپیوندن. و اما خیلی ممنون خانم سپهرار که این آهنگ رو فرستادید و چه باید کرد نمیدونم. دخترهایی که به داعش پیوستن همشون 3 شوهری هستن، یکیشون هم آلمانیست، اومده به مردان مسلمان داعشی سرویس داده یا بچه داعشی با بچه داعشی برگشته داعشی تولید کرده. آخه ببینید اینا اون شوهر یکیش که میمیره هنوز چیز نشده میدنش به یکی دیگه و این بچه تولید کردنشو شما درست میگید. اینا درست برعکس سازمان مجاهدین که با نادانی رهبرانش حاضر نشدن بچه های خودشونو بزرگ کنن. بعد با بخونید تو کانون آوا نوشته که مثلا 100 تا زن، حالا اینا چند تا زن تو سازمانشون بوده که 100 تاشونو عقیم کردن، حالا یا رحمشونو بستن یا لولهشونو بستن، من نمیدونم، اینا رو عقیم کردن که بچه دار نشن. یعنی جمهوری اسلامی میاد پول میده بچه 1,000,000 تومانی هم چیزی به خانواده که تعدادشون زیاد باشه. بهتون گفتم یک کشور دیگه هم گفته بود هر کس 4 تا بچه داشته باشه از مالیات تا آخر عمرش معاف میشه. اون وقت رجوی نادان مجاهدین رو قطع النسل کرد. درست میگم قطع النسل؟ بله. وقت خودش هم گم و گور شده پیداش نیست، دوباره سرکلهشون پیدا شده 8 مارچ، ولی دیگه خجالت میکشن به اسم مجاهدین، به اسم شورای ملی مقاومت، با نمیدونم فلان بیسار. آقا ترشیزی واقعا خجالت بکش، از خانمت خجالت بکش، از بچت خجالت بکش. خب اینم از این. و اما روحانی گفت امروز بین آمریکا و بین ایران و آمریکا زور آزمایی حد اکثری است. حالا ببینیم شما حد اکثری چی کار میکنی، حد اقلی چی کار میکنی. میگه با شعر هر فوشی را که میتوانی تصور کن، هر عبارت پستی و اهانت را که بلدی این شاعر به حکمرانان عربستان داد. آقا چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره؟ اتفاقا میگم اونا استفاده میکنن، میگن نگاه کن ما چقدر مردم آزاد گذاشتیم، هر چی دلش میخواد میگه. چه کار باید کرد؟ شما باید به ققنوس بپیوندی تا در اقیانوس آرزوهای رضا پهلوی غرق بشی، چون گفته ققنوس برنامه 50 سال آینده رو برنامه ریزی کرده. برید گم شید، شما یک لحظه دیگه جلو پاتون نمیدونید چه قدمی بردارید. 50 سال آینده واقعا خجالت آوره. تقدیم به هموطنان خوب خودم آقای هوشنگ آریانپور. ببینیم چیه برنامه، آهنگ و موسیقی جوکه چیزیه برای جمعه بذاریم.
چند تعریف قشنگ. آره من این دیدم خیلی قشنگه، برای شما بذارم که روز جمعه خوبی رو هر جا که هستید دارید به پایان میبرید و آماده بشید برای یک ویکند زیباتر. و بیاییم اینجا ببینیم چند تعریف قشنگ. پدر یه حساب بانکی که هیچگاه در آن پولی سپرده گذاری نمی کنید، اما می توانید هر وقت و هر کجا که خواستید هر چقدر بخواهید از آن برداشت کنید. مادر کسی که باور دارد شما عالی هستید حتی وقتی که موجب عصبانیتش می شوید. خواهر سایه‌ای از مادرتان که شما را با تمام وجود می شناسد و می توانید تمام زندگیتان را با او در میان بگذارید. خودتون بخونید، من چرا میخونم؟ برادر کسی که وقتی به اون نیاز دارید در کنار شماست، کسی که وقتی زمین میخورید به شما کمک میکند بلند شوید. کسی که این جملات را برای دیگران بفرستد که ما هم به این وسیله برای شما فرستادیم. ممنونم. فرزاد نیساری میگه منظور این حاج پسر آقا رضا تنبل اینه که کمیسیون پروژه‌های 50 سال‌های آینده مردم فروشی و وطن فروشی را ردبندی کرده، استخدام دزدان همکار را نیز آغازیده. آقا تا هم کم کم داری مثل اون دوستمون از خلیج فارس صحبت میکنید، آغازیده. بله واقعا هم همینه. فکر کنم اینا یه جایی یه پولی، یعنی واقعا بوی کبابی میاد، حالا برن نزدیک ببینن که خر کباب میکنن یا واقعا اوضاع باربیکیو براز. May you like this. ها اینو آقای دکتر احمدی فرستاده از وبسایت همبستگی و چهارشنبه پریروز برای من فرستادن، بعد از برنامه به دست من رسیده. من سایت ایشون رو نشون بدم. وبسایت این روزا دیگه ما رو وبسایت خیلی فعال نیستیم، بیشتر روی فیسبوک هستیم، ولی میخونیم تا اونجایی که سواد و فهممون اجازه بده. میگه که درد وطن ز اظهار درد درد مداوا نمی شود، شیرین دهان به گفتن حلوا نمی شود. درمان نما نه درد که با پا زمین زدن، این بستری ز بستر خود پا نمی شود. می دانم ار که سر خط آزادگی ما با خون نشد نگاشته خانا نمی شود. باید چنین نمود و چنان کرد چاره جز، لیکن چه چاره با من تنها نمی شود. تنها منم که گر نشود حکم قتل من، حاشا چنین معاهده امضا نمی شود. گر سیل خون ز در و دشت ملک هم جاری شود، معاهده اجرا نمی شود. مرگی که سر زده به در خلق سرزند. ببخشید من بارها گفتم دوستان، اگه شعرهایی رو که
خودتون می‌نویسین برای ما بخونین تو اون پیام تلفنی من پخش میکنم خیلی بهتره. باور کنید من خجالت میشم وقتی شعر یه نفر رو میخوام اینجا بخونم خرابش میکنم. در اصل ممنون و متشکرم از یکایی که شما دوستان اجازه بدید ما هم کم کمک این بساط معرکه‌گیری رو جمع کنیم و بریم دنبال کار زندگی. این کیه؟ این پیام دوستمون بود، پخش کردیم اون روز، گفتیم بابا اینقدر هی نگو، من که ازم گذشته، من که ازم گذشته. بیا کی بود هایده میگفت در جوانی احساس پیری میکنم، ولی بعد یه شعری ساخته بودن با همه پیری رقابت با نصیری میکنم. نصیری وزنه‌بردار ایرانی بود. کاگو صبح ساندرز برای انتخابات اینه پتیک نوشته، میگه که ساندرز، برنی ساندرز از ورمونت آمده اعلام آمده کرده برای سال 2020 ظرف 3.5 1.2 میلیون دلار و تا پایان روز 3.3 میلیون دلار، تا شبش 6 میلیون جمع شد. و ولی میگن شانسی نداره، میگن ممکنه ساندرز به اصطلاح امسال هم باز مثل سال 2016 انتخابات رو خراب کنه. البته باز حسنش اینه که داخل دموکرات ها هست، مثل اون یکی صاحب استارباکس نرفته به عنوان مستقل بیاد، و اونی که به عنوان مستقل میاد ضرر بیشتری میزنه به دموکرات ها، و هرچی رأی این میگیره حقیقتا به نفع ترامپ میشه. بله اینم که براتون اون روز خوندم، نخست وزیر پاکستان گفت اگر هند حمله کند تلافی میکنیم، فرمانده نیروزمینی سپاه هم گفت عمل حمله انتحاری سیستان و بلوچستان پاکستانی بود، چین در آستانه سفر بن سلمان خواستار روابط بیشتر با ایران شد، شکایت 16 ایالت آمریکا علیه ترامپ به دلیل اعلام وضعیت اضطراری. ببینید آدم خندش میگیره وقتی که ایران اینو می‌نویسه، یکی بهشون بگه اگه شما هم سیستمتون جوری بود که میذاشتین مردم یا استانها یا ایالتها یا شهرها شکایت کنن از دولت، آقای آخوند، آقای مسئول دیکتاتور ایران، اون وقت شما باید میشستی میشمردی ببینی چند تا شکایت از شما میشه. ضمناً اینجا میبینم آقای بهرامی از نیویورک زنگ زده تماس میگیره، ولی 4 ثانیه بیشتر پیام نیست. دوباره زنگ بزنید پیام بذارید، چون در حین برنامه من نمیتونم تلفن رو بردارم، تلفن اونجاست. بذار بهتون بگم کجاست، ببینید تلفن اینجاست دیگه، دروغی نمیگم اینجاست. و اگر از قبل صحبت کرده باشین تلفن رو میارم میذارم اونجا، میخوام رو میز کمتر چی باشه. گرچه تو آمریکا میگن اینایی که میزشون تمیزه کار نمیکنن، و اگر رفتید یه جا دیدید طرف خیلی میزش شلوغه نشون میده که کار میکنه. این از این. پس آقای بهرامی پیام بذار، اگه امروز بذاری همین امروز پخش میکنیم، اگه نه دوشنبه. دوستان عزیز ساعت 4 بعد از ظهر امروز برنامه شماره 213 آقای حسن ارشاد رو براتون پخش میکنم. ایشون 212 تا برنامه قبل از این برای تلویزیون مردم فرستاده و با پشتکار و مطالعه کتاب ها ایشون داره به اصطلاح اون حقیقت بهایی ها رو به شما نشون میده، و شما میتونید نظرات ایشون رو بشنوید، مطالعاتشون رو نگاه کنید، کتابا رو برید بخونید. اتفاقا همین دیروز پریروز بود یک کتاب اقدس رو که یکی از دوستان بهایی برای من فرستاده بود، و ما بارها گفتیم آقا خب شما چجوری هستید که میگید پیغمبرمون ایرانیه، ما قبله اعمالمون ایرانه، اگه چیز بشه میریم ایران، ولی کتاباتون یا به عربیه یا به انگلیسیه و به فارسی نیست. میگن اینا اگه به فارسی بنویسن میشه ماجرای قرآن، که شما اگه قرآن رو به فارسی بخونی میگه زنتو بزن، او رو بکش، او رو ببر، غارت کن، فلان اینا. میگه آقا نخواستم. باهایی هم اگه به فارسی بنویسن فکر کنم خیلی ها میگن نخواستم. خب ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم اینجا. یک نمونه از مقاومت منفی و ساحل تفریح، موشک های این یک کاریکاتوری کشیده بود آقای زمانیان و نوشته بود
جنبش پوشکی به جای موشکی. بعد بذارید عکس یه چند تا عکس بهتون نشون بدم، دیگه بارشون دادن یه عکس ها هستون خدا روزی کنم. اولیش ایران گوشتکوب، نمیدونم من اینو به شما نشون دادم یا نه، میگن به خاطر اینکه گوشتای قلابی میدن به مردم و گوشت گرون شده و اینها، این گوشتکوب اسم خودش رو عوض کرده. گفتم والا ما از خیلی وقت پیش تو شیراز میگفتیم نخودکوب، حالا میخوام از فرزاد که شیرازیه، از اکبری که شیرازیه خوشنودی رو ندیدم، شیرازیه دیگه که اینجا هستن سوال کنم، شما هم میگفتید گوشتکوب یا ما چون به اصطلاح فقیرتر بودیم میگفتیم نخودکوب؟ آگهی تغییر نام، این جانب گوشتکوب نام خود را به گوشتکوب، گوشتکوب کجاست، تغییر دادم. خواهشمندم با نام جدید صدایم کنید، من به جای مدیران شرمنده ام، گوشتکوب. خب این از این، یک لحظه اجازه بدیم بیایم اینجا برگردیم. بله نمیدونم چرا وقتی یه عکسی تو این باز میکنم بعد اونجا به اصطلاح صفحه رو فریز میکنه و نمیذاره. و اما این خیلی جالبه دوستان، شما فکر نکنید فقط آقا رضا هست که داره شبانه روز فعالیت میکنه و این عمر عزیزش رو در کازینوهای مختلف به سر میبره. مادر ایشون ضمن این که مثل چیمنی سیگار میکشه، در دیدار و گفتگوی کتبان خشتک کیومرث نعیمی در مورد ایران عزیزمان با اولیا حضرت خشتک شهبانو فرح پهلوی در پاریس نتیجه گیری شد. ایران عزیزمان از تاریخ کوروش کبیر به بدبختی خمینی دجال رسید و اکنون ما میخواهیم ایرانمان را از دوران بدبختی که باعث آن خمینی بود به دوران کوروش کبیر با همت ملت غیور خشتک ایران برسانیم. دوستان باورتون میشه؟ یه مشت عقب افتاده میرن دور هم، ببین چه چیزی در دیدار گفتگو اینا به این نتیجه رسیدن که ایران از دوره کوروش کبیر حالا به دوره این رسیده و ما میخوام درستش کنیم. خب میگن که آمریکا اون چهارتا پدری که قانونو گذاشتن، جفرسون و اینها، فرانکلین و اینها، گفتن که ما کینگ نمیخوان. و جالبه بعد از اینکه کینگ چیز رو انداختن به اصطلاح گوشکو کجا خب نگفتی شما، میگفتی نخودکو یا گوشکو. بله میگه که مرسی جناب سوری وقتی برای ما گذاشتید، آخر هفته خوبی با سلامت روحی خوب براتون آرزو میکنم. فراموش نکنید ما آن هستیم که فکر میکنیم، فکر خوب در مغز خوب بگذارید، نه چیزهای بزرگ، چیزهای کوچک که شما را خوشحال خواهد کرد. منم از ممنونم که شما با ما بودید، امیدوارم شما یاد ما بدین که چجوری با آرامش زندگی کنید. در صورت میگه که Our founding fathers never wanted America to have a king. میگه پدران ما که قانون اساسی آمریکا رو نوشتن و پایگزار جمهوری آمریکا بودن، هرگز نمیخواستن که ما کینگ داشته باشیم. ولی حالا که ترامپ خیلی دلش میخواد حکومت پادشاهی باشه، چون همش هم گریه و زاری میکنه، اینجا بهش میگن دراما کوین. کوین که یعنی ملکه، دراما یعنی اینایی که همیشه نقنق میکنن. و دیدید اون روز تعریف میکرد چجوری اینو میبرن دادگاه و فلان، اینا اصلا مثل این که با یه مش دیوونه صحبت میکرد. ناگفته نماند از نظر من اونایی که طرفدار این هستن یا دیوونه هستن، هیچ حرفی دیگه هم نداره. خب امید میاد اینجا. بله 8 مارچ، 16 مارچ هم یه برنامه دیگه هست. ما ایرانی ها که میذاریم تا اون لحظه آخر، حالا بالاخره براتون یه جایی پیداش میکنم و نشون میدم. این بود سر اصل عکس، اومدیم اینجا داریم میریم به ورشو. میدونید که یه عده‌ای بیکار بلند شدن رفتن ورشو، فکر کردن الان اون گواتلوپ بود چی بود اونجا، دوباره نشست هست. بابا اونجا هم اگه نشست بود 4 آدم درست حسابی رفتن، نه شماها، نه خانم بی دخت، خانم بی خود،
نه نمیدونم کی بود رفته بود اونجا، آقای نیکزاد نیک چی اسمش جعفرزادی هم چیزی، نیک جعفرزادی هم چیزی، میگه که خانم تنازی میگه البته اسم قلابی، میگیم خانم قلابی حال دیگه از این بعد. آقای سربی الان در کنار این عکس فره اون ویدیوی کوتاه استقبال و دیدار ملا و شاه‌ها را نشون میدادید کامل میشد. ندارم همچین وسیله ای رو که شما تا میگی ما بتونیم اونو پیدا کنیم، این باید از قبل باشه و میگم که ما نداریم اون دستگاه عریض و طویلی که اینجوری باشه. دستان ممنون. همین که شما یادت میاد نشون میده که تلویزیون مردم کار خودش انجام داده. داریم میریم به ورشو، اثری از مسعود به جای کیمیایی مسعود کیمیایی، چون از بس غائب شده و شایعات هست، ولی جالبه که مسعود و این خانم هم سوار این ماشین هست، آقا رضا هم این زیر داره مکانیکی میکنه. ولی نگران نباشید، آقا رضا برنامه 50 سال آینده رو برای شما نوشته. ایران ورشو، ایران تایم. این از این چیزهای خوب شما هم احتمالا از صبح تا شب براتون میاد میخونین، یک نیم ساعتی بعد از اینکه میخونین اگه کسی بیاد ازتون سوال کنه اصلا یادتون نیست. یکی از اونا اینه، من براتون میخونم. کشاورزی ساعت گرانبهایش را در انبار عروفه گم کرد، هرچی جز شو کرد آن را نیافت، از چند کودک کمک خواست، گفت هر کس آن را پیدا کند جایزه میگیرد. کودکان گشتند اما ساعت پیدا نشد، تا اینکه پسرکی به تنهایی درون انبار رفت و بعد از مدتی به همراه ساعت از انبار خارج شد. کشاورز متحیر از او پرسید چگونه موفق شدی؟ کودک گفت من کار زیادی نکردم، فقط آرام روی زمین نشستم و در سکوت کامل گوش دادم تا صدای تیک تاک ساعت را شنیدم، به سمتش حرکت کردم و آن را یافتم. اولا کشاورز ساعت گرون، بعد ساعت گرونش رو توی طبیله و استبل و اینا گم میکنه، بعد این میره میشینه تیک تاک ساعت. حالا ما یادمونه وقتا تبلیغه میگفت تیک تاک ساعت چه گوید، چه گوید گوش دار، میگویدت سیکو بخر ای هوش دار. من دیگه من نمیدونم اینا را همین نیستن، یه مش آدم های از من بیکارتر. و اما ایران مجاهد، این ماجرایی که باز برگردیم اون دوستون گفت چجوری یه ویدیو مثلا اینقدر میبینن یه ویدیو اونجور، نگاه کنید درباره همین ورشو که آقای زمانیان اون کاریکاتور کشیده بود، حالا نگاه کنید ببینید چه ماجراهایی هست. میگه که گوش کنید، 14,000 توییت رویداد 24 گزارش میده، 14,000 توییت توسط 8 اکانت، 14,000 توسط تقسیم بر 8 کنیم بگو حالا 7، 2,000 تا هر کدومشون رفتن نوشتن. وقتی شما میای آقای جوانمردی رای گیری میکنی بعد بگی آخوندا این آخوندا اون، رضا شاه نمیدونم فلان، حکومت جمهوری فلان، دوست عزیز، بعدم به مردم میگی ما وبسایتی درست کردیم که هیچ کی نمیتونه توش رخ نکنه. آقا به قول خودمون give me a break، یا به قول شمالی ها وابده دیگه، وبسایت های شما، سایت های اینترنت شما که از ناسا و بانک ها و دولت آمریکا قوی تر نیست که، شب و روز اینا توش رخ نمیکنن، هکش میکنن. آخه جوون چرا میای به مردم دروغ میگی؟ خجالت بکشید بس دیگه بریم. میگه که آقا رضا 2 برابر بریتانیای کبیر فعال است و کار میکنه، چون بریتانیا برنامه سیاسی خارجی خودش را تا 25 سال جلوتر برنامه و پیریزی کرده. یادم میاد زمانش باباشم هی میگفتن برنامه پنجم، برنامه ششم اینا، و همیشه مردم وعده سرخرمن میدادن. و اما شما صحبت از بریتانیا کردی، بریتانیا الان توی یک مرداب یا توی باطلاق بزرگی افتاده و ممکنه دوباره یه بار رای گیری کنن تا برگردن باز بپیوندن و نرن بیرون. ضمن این که همینجا نورت کارولینا جنوب این ویرجینیا هنوز که هنوزه نتیجه انتخابات نوامبر مشخص نشده. اینی که وقتی سال 88 هی بچه آمدن تو خیابون گفت رأی من کو، سربی هم ازشون پرسه تو رأی دادی؟ میگه نه. میگه خب آقا برو دنبال کارت. اینجا طرف رأی داده، یه سری هم رأی ندادن، به اسمشون رفتن نوشتن رفتن دنبالش. خود گاورنر
آمد گفت که باید دوباره انتخاب کنیم. اینه که این مملکت ها پیش میرن و ما هر روز پستر. ساعت 3:57 دقیقه است. آقای سم میگه که مانوک خدابخشیان در مصاحبه با رادیوها و مناظره با آقای زیبا کلام فرمودن این کنفرانس ورشو همون کنفرانس گوادلوب بوده و تصمیم سرنگونی رژیم ایران گرفته شده و همین روزها عملی میشه. به مانوک بگو تا حالا چند تا پیش بینی کردی که درست بوده؟ مگر اینکه پیش بینیات مثل بهبانی معتاد باشه، هر وقت یه اتفاق میفته میگی ما که اینو گفتیم، اونم از پررویی فکر کنم بچگی خیلی کارش درست بوده، میگه ما که اینو گفتیم. دوستان عزیز ممنون، متشکرم که با ما بودید. برنامه ما رو با دیگران هم شیر کنید، در میون بذارید. شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. از همه مهمتر حمایت، حمایت، حمایت. روز و روزگار بر شما خوش. با امید دیدارتون دوشنبه ساعت 12 ظهر با دوستان کانون آوا برنامه رو شروع میکنید. مرسی که با ما بودید.